پس بخیر دوستان عزیز و چهارشنبه دوباره به مرکز درس مرکز آموزشیمون ادامه میدیم. خوش اومدید و ادامه میدیم به درسمون فایده های یادگیری علم کابالا و موضوع درسمون این خواهد بود. الان این درس 19ممون هست و درس سوال جواب هم داشتیم و نصف سوال رو تموم کردیم و فکر کنم جلسه آینده درس سوال جواب خواهد بود و هفته آینده هم برای اینکه سوالات رو از سیستم خارج کنید حاضر کنید سوالاتتون رو در مورد موضوعات گذشته، که چون که وارد دوره سوم خواهیم شد که با صفحه جدیدی به دوره سوم بتونیم شروع کنیم. یعنی این هر چیزی که باید در ذهنمون مونده رو در این درس آینده حلش کنیم که چیزی باقی نمونه، و در این مورد هم اگه سوالی داشته باشید بپرسید و سوالاتتون اگه در مورد موضوع باشه خوب میشه و تا بتونیم به اعماق درس برسیم. فایده ها یادگیری علم کابالا. تا حالا فایده دیدید؟ از مرکز آموزشی کسایی هست که فایدهش رو دیدن؟ اگه فایده داشته باشه خوبه. الان دوستان عزیز، ما قوانین طبیعت رو یاد میگیریم و قوانین طبیعت رو اگه ندونیم، اگه به این شکل زندگی کنیم، از عذاب زندگی چیز دیگری ممکن نیست که احساس کنیم. در زندگی هم اینو میبینیم، یعنی ما با زندگیمون چه کار باید انجام بدیم، چگونه باید زندگی کنیم رو اگه ندونیم، از نسل به نسل از مشکل به مشکل میره زندگیمون، از درد به مشکل، از مشکل به عذاب، و مثل یک کوچه بن‌بسته و همیشه اون کوچه بن‌بست رو فکر میکنیم که همه چیز خوب میشه. با امید این وارد میشیم و بعد میبینیم که انسان ها آخرش همیشه غم و اندوه، که در ترانه ها هم به طوری که میگن عشق ها دروغه، آخرش غم و اندوه. چنین ترانه ای بود. زندگی هم به این شکله و وقتی هم به این شکله، چه کار میتونم انجام بدیم که در زندگی چرا یه چیزایی خوب نیست؟ مثلا اینو باید یاد بگیریم. و چی میشه که از هزاران سال انسانهایی که زندگی میکنن، چی میشه که همیشه همان خطاها رو تکرار میکنن؟ یعنی اصلا هیچی یاد نگرفتن. این علامت سواله. یعنی چی میشه که انسان ها هیچی یاد نگرفتن؟ که چی میشه یک نسل قبل از جنگ جهانی خارج شده، یک آلمان، و یک نسل بعد، چون که 20 سال بعدش انجام میدن، دومی جنگ جهانی رو شروع میکنن، که چی میشه انسان ها از شرایط های گذشته درس نمیگیرن و یاد نمیگیرن؟ و این هم فقط برای آلمان نیست، برای هر کشوری به این شکله، برای هر انسانی صدق میکنه، هم در زندگی شخصیمون، هم به صورت کشور، هم ملت، کل دنیا، برای کل کشورهای دنیا به این شکله. و اگه دقت کنید، همیشه در دنیا وقتی نگاه میکنیم به تاریخ،
هپ بی دونم بعض ülkeler daha güçlüdür öyle değil mi? همیشه بعضی از کشورها در یک دوره ها قوی ترند. بعد اون یکی قدرتش بیشتر میشه، اون یکی قدرتش کم میشه، دوره اون یکی شروع میشه. همیشه کشورها به ترتیب به این شکل یعنی قدرتمند میشن. بعدن چی میشه؟ بعدن شکست میکنن. ما هم ملت ترک چند تا امپراتوری از دست دادیم؟ 16-17 تا. در مجلس نوشته بود که چند تا ملت دولت تشکیل داده بودیم، یعنی همه را از دست دادیم. حالا باید از اینا درس بگیریم، باید چیزی بفهمیم که چی میشه ما همیشه چیزهایی رو از دست میدیم و یا انسان ها چگونه با این مشکل مواجه میشن. برای همه صحبت میکنم چون که طبیعت هممون یکی، از هر کشوری هم باشیم طبیعتمون یکی. الان اگه قوانین طبیعت رو ندونیم و کارکرد طبیعت رو اگه ندونیم، ما در زندگی موفق بودنمون به صورت با استقرار ممکن نیست که بتونیم موفق بشیم، هم به صورت شخصی، ملت، انسان، کل دنیا، نمیدونم، ممکن نیست. پس کل ارگانیزاسیون ها به هر نحوی باید شکست بخورن، با شکست مواجه میشن. کل شرکت ها، همه چیز، یعنی همه یک تاریخ انقضا داره. به خاطر این علم کابالا یاد گرفتنش فایدهش اینه که اول با زندگی، یعنی تعادلم رو باید با این چگونه برقرار کنم رو یاد میگیرم. چون زندگی ما رو هول میده. وقتی هم به دنیا میان وارد زندگی میشیم، با انتخاب خودمون نیستیم. بچه یکی متولد میشیم در یک کشور معلوم، بچه یکی میشی، از ما هیچ کسی نپرسید اینجا متولد شدی، هایی شانس خوبی داشته باشی. به این شکل زندگی ما چیز اضافی هم نداره. وقتی هم شرایط به این شکله، شخص یک انتخاب اراده آزاد نداره و به این خاطر چیزهایی که در دستش هست، یعنی چیزهایی که میتونه انجام بده، محدود هستند همش. چون ما نمیتونیم دیگران رو کنترل کنیم. ما بر روی چیزهایی که زندگی بر ما میاره نمیتونیم کنترل داشته باشیم، نه در کار، نه در ترافیک، نه در سلامت. یعنی فردا کجامون خراب میشه، بیمار میشه، نمیدونیم، هیچ فکری نداریم نسبت به این. در مورد زندگیمون هر لحظه چی اتفاق میفته هیچ فکری نداریم نسبت به این و به این شکل سلواتی زندگی میکنیم. دقیقا مثل گربه ها که در کوچه میرن این ور اون ور و میبینی که به یکی ماشین زده، اون یکی رو شهرداری گرفته، به این شکل. یعنی نمیدونیم چی که زندگی چی میشه. زندگی ما هم به این شکله، مثل اینکه روزمره زندگی میکنیم. نسبت به آینده اگه نقشه ای داشته باشیم، نسبت به آینده اگه دقت کنید، زندگی ما روز به روز، از روز به روز، مثل زندگی گربه در بیرون هست. و به این خاطر اگه کمش یک چیزهای مشخص رو در مورد زندگی، در مورد طبیعت و کارکرد دنیا رو بتونم بفهمم، کم کم میتونم اینو ببینم که من نقطه‌ای که میتونم خودم رو اونجا به کار بندازم کجاست. یعنی من به صورت شخص، من یعنی وقتی من میگم زندگی و زندگی بیرون، بگیم که این زندگی من و زندگی بیرون من، ما این رابطه، این دو رو باید چگونه بفهمیم. این برای فهمیدن این باید زندگی رو بفهمم. زندگی، قوانین طبیعت، طبیعت شخص، خدا، الله، نمیدونیم، هر چی میخواید بگید مهم نیست، همش یکیه. من و قدرتی هست که بر بیرون منه و رابطه میانمون رو اگه نتونیم بسازیم که زندگی بر ما یک رفتاری داره، یک رابطه‌ای داره، اگه این رو نتونیم بفهمیم، در زندگی ممکن نیست که یعنی هیچی ازمون در میاد و نمیتونیم هم هیچ وقت خوشحال بشیم. و موفقیت چیه؟ کسی هست که بدونه başarılı olmak ne demek? موفق بودن چیه؟ یعنی خوشحال بودن. مگه نه؟ چون که طبیعت ما میخواد که خوشحال باشه.
به خاطر این موفقیت رو نسبت به چی میتونم بسنجم؟ نسبت به طلبی که طبیعتم از من میخواد، آیا میتونم خوشحال باشم؟ پس اون وقت موفقم. و این هم باید دائمی باشه، گذران نباشه. یه روز خوشحالم، یه روز بدم، یه روز اینجوری، یه روز اونجوری. اون نه، اون شبیه به زندگی گربه. امروز یک موش پیدا کردم، کیفم سر جاشه، ولی فردا هیچی نیست و حالم خرابه. دیروز موش رو خوردم، امروز هم به زباله کسی چیزی ننداخته. اون زندگی نیست، زندگی حیوانه. و اگه ما هم خودمون رو به درجه انسان نتونیم برسونیم، زندگیمون دقیقا مثل حیوانی که در درجه حیوانی زندگی میکنه، اون هم متولد میشه زندگی میکنه میمیره، و آدم هم متولد میشه زندگی میکنه میمیره. فرق میانشون چیه؟ اینه که ما فانتزی این رو داریم که بعد مرگ کارای اتفاقه، یعنی کارای قرار اتفاق بیفته که در گربه ها نیست این. و کسی هم ندیدیم که بره و برگرده، و خودمون هم نرفتیم بیایم، هیچ فکری نداریم نسبت به این. پس به خاطر این یک فانتزی خیاله. پس انسان از زندگی، از درون زندگی فهمیدن زندگی، این درست‌ترین چیزه و به اینم معنویات میگیم، چون که شخص واقعیت رو برای خودش باید افشا کنه، و این هم چیزی که در درون شخص رخ میده. یعنی چی در درونم؟ یعنی احساسم نسبت به زندگی، چیزهایی که زندگی به من میاره دلیلش رو، سببش رو بفهمم و بدونم که چرا این اومد. چون این احساس و فهم اگه به مطابقت نرسه، گفتیم که در انسان یا افسرده میشه یا دیوونه میشه، و در خبرها میبینیمش. مثلا چرا؟ چون که تنظیماتش خراب میشه. به خاطر این احساساتمون رو و اتفاقایی که زندگی بر ما میاره، احساساتی که از درونمون بیرون میاد، اونها رو باید بفهمیم. و شرایطهایی که نمیتونیم بفهمیم رو، تا وقتی که به درجه رسیدیم که بفهمیم، تنظیماتمون رو خراب به شکلی محافظه کنیم که تنظیماتمون خراب نشه و راهمون رو به جای بیاریم، که ما از درون زندگی، زندگی رو و یا از درون زندگی خدا رو بتونیم بفهمیم، و خودمون رو هم بتونیم بفهمیم اینجا. چون که اگه خودمون رو نفهمیم مشکل بزرگیه، و خدا رو نفهمیم هم باز هم مشکله. دوتاش رو هم اگه نفهمیم مشکل بزرگیه، چون که طبیعت خودمون رو اگه نفهمیم چپ و راست میدویم، بی آگاهی کل زندگی، و میگیم که زندگی گذشت، بعد از اینکه پیر شدیم میمیریم و میریم دیگه. و دومیش هم اگه خدا رو نفهمیم، پس اون وقت در زندگی هر کاری که اتفاق برامون میفته نمیتونیم بفهمیم که چرا این شد. نه هدف معلومه، چه معلومه بر من چه اتفاقی خواهد افتاد. چیزی که ما رو از میمون جدا میکنه، میمون در جنگل گیاهان زندگی میکنه، ما هم در جنگل بتونی زندگی میکنیم. فرقمون اینه. وقتی هم شرایط به این شکله، ما انسانها این دو شرایط رو باید به یک جا بیاریم، و با انجام دادن این میبینیم که زندگیمون مفهوم پیدا میکنه، و این هم انسان به انسان آرامش، خوشحالی و پیشرفت معنوی میاره، و باید هم بیاره. چون که ما با شما در علم کابالا یاد میگیریم که ما وقتی در این دنیا زندگی میکنیم، باید صاحب معنویات باشیم در این دنیا. بعد از مرگ نمیدونیم که چی میشه، یعنی خوشخوشتی نمیتونیم به چیزی هم باور داشته باشیم. به خاطر این میگیم فانتزی یا خیال. پس ما به احساس زندگی مطلق، احساس مطلق خدا باید دست پیدا کنیم، که بتونیم در آگاهی بالا زندگی کنیم، و زندگیمون مثل پیراهنمون خواهد بود. وقتی دیر شد دور میندازم. بدن هم وقتی خراب شد، پاره شد، میندازم بیرون. ولی اگه در پرای بدنم یک آگاهی بالایی داشته باشم، اون آگاهی ادامه خواهد داد. به بدن یا به خودمون نباید مثل گوشت استخوان نگاه کنیم. بدنمون یک لباس هست. مشکل ما اینه که در درون این لباس و یا اضافه بر این لباس، یک احساس، یک آگاهی
نمیتونیم اضافه کنیم. مشکلمون اینه. اگه این رو بتونیم اضافه کنیم که با واسطه معنویات میتونیم این رو انجام بدیم، وقتی هم این رو انجام دادیم میبینیم که زندگیمون بر پرای بدنمان هست و این رو در این دنیا میتونیم به دست بیاریم و کل اینها برای ما چیزهای خوبی هستن، چون به من این رو میده که اتفاقایی که در زندگی برام میفته رو چه بتونم بفهمم که اتفاقی زندگی نکنم. پس هر چیزی که زندگی میکنم یک واقعیتی که به دست میارم به اون متمرکز میکنم. پس این من و زندگی، من و خدا در میان اینها یک رابطه برقرار میکنه. یعنی در زندگی هر چیزی که به سرم میاد میگیم که از زندگی و یا خدا میگیم، مهم نیست، به غیر از او کسی نیست میگیم، و یا در دینمون میگن که هر چیزی که خدا بگه میشه. یعنی چی این؟ یعنی که در زندگی لحظه به لحظه، آن به آن، به این شکل میشه. یعنی امروز چیزی که خدا گفت انجام شد و دیروز هم کسی دیگه ای گفت، یعنی خدا نگفت، اتفاق افتاد، اتفاقات. یعنی هر چیزی که در طول تاریخ بر انسان ها اتفاق افتاده عملهای خدا هست و ما به عملهای خدا بر روی ما کار میکنن و این هم مشکله، چون که اتفاقایی که اتفاق میفته رو اگه نفهمیم که این چرا اتفاق افتاد، اون وقت نمیتونم به زندگیم به شکل درست مسیر بدم و وقتی هم مسیر ندادم به زندگیم، مرون بر میرم از اینجا به اونجا و راهی مشخص ندارم. و به خاطر این هم انسان ها هزاران دین، هزاران فلسفه به وجود آوردن، چون هیچ کدام چش داریم، گوش داریم و واقعیت رو نمیبینیم و کوریم، واقعیت رو نمیبینیم. پس علم کابالا یکم ما رو یکم چشامون رو باز میکنه. چطور؟ اول ما رو به فهمیدن خودمون میاره و میفهمیم که طبیعتمون چیه، چرا زندگی رو به این شکل احساس میکنیم، چرا احساسات به این شکل کار میکنه و چرا زندگیمون مثل یک سوسکی که داخل قوطی کبریت زندگی میکنه. یک زندگی کوچکی داریم، تاریکه و همیشه از اینجا به اونجا میدویم و زندگیمون چی داره مگه؟ پس برای این که خارج از این قوطی بشیم، برای اینکه نور رو بتونیم ببینیم، به احساس جدید باید دست پیدا کنیم، یعنی شرایطی که درش هستیم باید رها بشیم. به خاطر این علم کابالا همیشه چیز مثبتش اینه که زندگی رو بفهمیم و فهمیدن زندگی یعنی شخص خودش رو فهمید و چیزی که زندگی از انسان طلب میکنه با فهمیدن این اتفاق میفته و اگه بتونیم اینها رو به مطابقت بیاریم میتونیم و راه دیگری نداره یا نتونیم. پس هر چقدر بیشتر یاد بگیریم میفهمیم که زندگیمون فقط از لذت‌های گذرا عبارته و اگه صاحب به فهم جدیدی بشیم، اون وقت لازم نیست که لذت‌ها گذرا باشند. برعکسش انسان همیشه میتونه خوشحال باشه. هدف آفرینش رو هممون از کارکرد طبیعتمون یاد میگیریم. ما همیشه میخوایم خوشحال باشیم، مگه نه؟ کسی هست که میخواد همیشه خوشحال باشه؟ طبیعتمون میخواد که خوشحال باشه. هممون به این شکل کار میکنیم. وقتی هم شرایط به این شکله، اگه نتونیم خوشحال باشیم، پس یک چیزی تنظیمش خرابه. پس یک چیزایی رو اشتباهی انجام میدیم. چیزای اشتباهی انجام میدیم. در زندگی هم وقت دنبال چیزهایی میدویم که خوشحال میکنه ما رو. وقتی به دست آوردیم چیز رو چی احساس میکنیم؟ باز هم پوچی رو احساس میکنیم، چون لذت و آرزو هم دیگر رو از بین میبرن، خونسا میکنن. نمیدونم، لباس، پیراهنی میخوام، خیلی دوستش دارم، یه بار دو بار میپوشم لذتش از بین میره. یک ماشین میگیرم، چند روز دیگه لذتش از بین میره. میرم مسافرت، وقتی میخوام بره به مسافرت، در فکرم خیال مسافرت رو دارم، نقشه میکشم، اون وقت لذت داره، چون هیجان میده به من. وقتی میرم مسافرت، یعنی اونجا زیر خورشید دراز میکشم، اونجا لذتی نیست. ولی وقتی نقشش رو میکشی، کجا میریم، چی کار انجام بدیم، اینها این فکرهاست که به ما لذت میدن و اینها به آدم هیجان میدن. و بعد داستان شرایط به این شکله. به خاطر این انسان ها هم بعد یه هفته دیگه خسته میشن.
O yüzden bu sebepten Pes, dolayı be hatırı neyin yine ki peşinde dombal çi mi peşinde doyim. Koşmamız gerektiğini Dombal çi anlamamız çok bayat önemli. be doyim ro Mesela bayat befahmemi muhemme. Yani ki insan bayat ro befahme yavaş ki yavaş kem kem bunu görürsem اگه این yani رو بتونم istediğim ببینم şeyi یعنی چیزی yetişsem که de میخوام به zaten دست بیارم bazı رو اگه به arzu دست birini بیارم هم hayal ettiği için لذت و yine آرزو هم kendimi دیگر رو پوچ از بین hissedeceğim. میبره Yine و خودم başka رو bir پوچ şeyin احساس peşinde خواهم کرد و koşmak zorunda دوباره hissedeceğim. مجبور Kendimi احساس میکنم خودم anlarsam رو doğru که ki دنبال چیزای دیگه ای öncelikle bu بودم problemi اگه çözmek این رو zorunda اول değilim بفهمم ki میتونم خارج اینها برم ihtiyacım فرا ne اینها olabilir برم میگم که احتیاجم چیه نسبت به اون حرف ki بزنم hayatım sağ که sola koşturmakla زندگیم geçmesin. عبارت از این Bunun نباشه gereği که به چپ olarak و راست بدوم. من به mutlu صورت olmak için شخصی فردی برای en اینکه azından خوشحال belli باشم ölçüde کمیش در mutlu یک olmak چیز için مشخصی برای اینکه ارضا ihtiyacım بشم احتیاجم چیه؟ ne lazım? به من çi lazımı? Şimdi böyle bir anlayışa girsek hesap اگه به این yapma فهم برسیم yetimiz biraz daha قدرت حساب mantıklı کتاب olmaya کردنمون یکم منطقی تر geliyor. Taleplerimiz میشه. mantıklı mı? طلبمون Sizinle gerekli منطقیه mi? یا منطقی Gereksiz mi? نیست لازم Mantıklı ve یا لازم mantıksız. نیست Gerekli mi? Gereksiz mi? ببینید İle منطقیه یا değişiyor. غیر منطقی Geliyor لازم یا mantıklı غیر لازم mantıksız bizim için ihtiyaç mı ihtiyaç değil آیا mi? Doğru برامون mu? ihtiyacı یا نیست اینها رو میفهمیم کم کم Bu şekilde و به این شکل eğer hesap ve karar اگه vermeye başlarsam görüyorum تصمیم ki بگیریم و hayatımdaki حساب bir کتاب sürü کنیم garip میبینیم şeyi که در hayatımdan زندگی çıkarmış یک olurum. چیز اکثر Tüm dünyanın چیزهای عجیب farklı غریب رو از زندگی oyuncakları خارج neler میکنیم شبیه yapıyorsam به بچه هایی که bunlara بزرگ میشن اسباب ihtiyacım بازی ها yok. رو کنار میگذارن و میگن که به اینها نیاز ندارم دیگه Böylelikle hayatıma و yeni bir بدین bakış شکل açısı به زندگی میتونم طرز نگاه ve bunu جدیدی anlamamı وارد کنم sağlayacağım. و فهمیدن این برامون خیلی Bu مهمه doğamızdan kaynaklanan bir şey. این çیزیه که از طبیعتمون میاد Kabala ilminde de mutlu علم olabileceğimiz کابالا yer هم neresi جایی mutlu که olursa yapalım. بتونیم خوشحال Diyor ki باشیم کابالیستا sürekli برامون arz میگن edecek که mutluluk sadece خوشحالی insanların دائمی arasındaki فقط his. از رابطه عشق میان انسانها ممکن پذیره Başka hiçbir yerde و در جای mutluluğu دیگری bulamazsınız. نمیتونید خوشحالی رو پیدا کنید این رو میگن Ve و insanoğlu انسان maalesef هم buna متاسفانه inanamıyor به bir این türlü. نمیتونه باور kone به این Mutluluğunu sürekli başkasının tepesine خوشحالیش رو nasıl çıkarırsın? همیشه به این şekilde فکر Başkasından میکنه daha که چطور zengin میتونم nasıl از دیگران olursun? ثروتمندتر Başkasından بشم daha از iyi در nasıl بالای همه olursun? باشم Sürekli چطور میتونم hazzı همیشه بهتر از دیگران ellerinin باشم لذت tepesinde رو olmak همیشه به این için شکل فکر میکنه برای hayatını اینکه kasarak بزرگتر از kasarak این kasarak از ölmeye دیگران götürüyor. باشه زندگیش Onun رو به سمت kaybediyor. مرگ میبره Ve به این zengin شکل olsa da و mutlu olamaz. اگه ثروتمند باشه هم نمیتونه خوشحال Olamaz. باشه یعنی نمیتونه Neden? Aynı چرا kurala denk geliyor. چون که Çünkü zengin قانون olsam یکیه da چون اگه istediğim ثروتمند her şeyi باشم هم elde هر etsem چیزی de که yine de بخوام به bazı دست بیارم arzu هم دوباره آرزو و özgürlüklerimi لذت هم دیگر رو kaybedeceğim. از بین خواهد برد Yine mutlu olmam mümkün değil. باز هم نمیتونم Çünkü خوشحال istediğim باشم şeyi ben چون که alıyorum, چیزی alıp که ve میخوام رو onun امروز tadını biliyorum. میگیرم لذتش Bir امروز خوبه yat برام alsam bile her gün اگه yatla یک کشتی geziyorum. بگیرم هر روز با کشتی نمیگردم Yani ki diyelim ki çok مگه iyi bir نه yat aldım. بگیم که یک Ve کشتی süper bir تفریحی fiyatlı bir گرفتم yatını aldım. بهترین Şimdi کشتی öyle bir تفریحی دنیا رو planlayan گرفتم durumdayım ki zaten و در her gün bir شرایطی yat هستم که kesin هر روز çıkmayacağım kesin. معلومه که نمیتونم من O برم yüzden ne با yapmam اون gerekecek? بچرخم پس Onun باید چه dışında کار کنم gideceğim bir yata evet. bineceğiz. چهل یعنی هر از Orada گاهی sakin میرم yaşayıp سوار ama میشم iş و... که adamıysan بتونم ve اونجا sakin olarak آرامش پیدا mutlusun. کنم ولی اگه Çünkü bu آدم کاری kadar هستی sende نمیتونی bazı آسوده خاطر akrabalar باشی edin, چون اگه sevdan, این همه arkadaşı مشکل داری این arıyorsan همه پول داری پول ama در şöyle میاری söyleyeyim. دقیقه به دقیقه تو رو زنگ Daha önce میزنم öyle bir بهت durum که vardı اینو چه Yunanistan'da. کار کنیم اینجا مشکل Yani یعنی her ay شد اینو چه bir کار کنیم sınır تام باز راحت نمیتونی باشی و بعد نگاه harcayacağın میکنی میبینی paradan که keyif از alamıyorsun. پولی که Yani خرج میکنی harcadığım her نمیتونی şeyi لذت alıyorum ببری diye یعنی پول düşündüğün خرج میکنم همه şeyden چیز رو میگیرم از اون هم نمیتونی لذت ببری mümkün değil adamın ممکن hazırlanması نیست için. یعنی آدم بتونه Öyle لذت ön بگیره planda. در این دنیا به این şekil میمیره و میره این همه Kaç tane evin olabilir ki? چند تا خونه Sadece bir میتونه yerde داشته var باشه یک شخص olabiliyorsun. فقط در 10 یک جا yerde میتونی aynı anda باشی در yaşamıyorsun. یک لحظه ده در یک Öyle لحظه değil mi? آن تو ده نقطه نمیتونی که İşte زندگی öyle. کنی به این şekil O yüzden biraz mantıklı düşünecek olursak Siz hayatımızda yakam peşinde agin koştuğumuz mantıklı çoğu şey başım. Bişleri çizay ki der gereksiz. zindagi dombalishum midoyim çizay hastan ki lazim nist. Gereksiz. Ona Lazim göre nist bir yani hesap bihuda kitap hastan va yapabilirim. be hatir im adam Böylelikle mitune ki hesap hayatım kitab dashte bashe ki be in esasen şekil mutlu olduğu zindagim yerlere cahayi ki adayı mitunam hoşhal başam mitunam unca vaqt Çünkü kabala begzarunam. ilminde de Alan dar ilmi kabala ham tüm dünya geçici haz olduğu kolle için dünya berayin ki lezzet insan tüm gozarast va hazı insan içinde ham hissetmek için her şeyi içine لذت رو almak برای اینکه istediği için درونش میخواد içinde de احساس her کنه şeyi همه چیز رو tekrarladığı درونش için بگیره
و به خاطر اینکه در درونش همه چیز از بین میره و این ما رو به افسردگی بزرگتر میرسونه و ناراحتی من میشه و راه خروج هم از این میگن که عشق میان انسان و انسان و تنها چیزی که به ما یاد میدن در علم کابالا اینه که طبیعت خدا عشق و عمل او نتیجه او عمل او اگه با این زندگی کنیم میتونیم خوشحال باشیم و فرای این هر کاری رو میخواید انجام بدید، امتحان کنید، هیچ مشکلی نیست. فقط یعنی قبل شما هزاران نسل هم به این شکل بود. اگه بخواید شما هم امتحان کنید، شانس خوبی داشته باشید. به خاطر این کابالیستا میگن که اگه بخوای به شرایط متفاوتی دست پیدا کنی، از آگاهی بالایی میخوای به زندگی نگاه کنی و زندگی کنی، پس باید مجبوری که علم کابالا رو یاد بگیری. و جای مثبت کابالا اینه که انسانی که خوشحال نیست و هدف داره به اون یاد بده که چگونه میتونه خوشحال باشه. یک چیزایی بخونیم از کتاب زهر، مقدمه کتاب زهر. بیر اینینین دلی کدر بنا بیر یر به جای به اندازه سوراخ و سوزن برای من باز کن تا درهای بزرگ را بر روی تو بگشایم. این از زهر هست. از چی میخواست حرف بزنه؟ جایی که باید باز کنیم عشق نسبت به دیگران هست. پس در کتاب زهر مثل اینکه خدا با انسان صحبت میکنه، دیالوگ بین انسان و خدا، و خدا به آدم میگه که به من یک اندازه سوراخ سوزن باز کن، به اون همه نیاز داریم و بعد بقیهش رو حلش میکنیم. پس کاری که انسان باید انجام بده هم دیگران رو در قلبش، به دیگران در قلبش یکم جای باز کنه، خیلی کوچک، که در اون نقطه که در آن نقطه بتونه احساس کنه، شروع به احساس کردن کنه. که چون اگه احساس کنیم که در یک جا هست، اون وقت میتونیم این رو باز کنیم. مگه نه؟ بگیم که برای اینکه شخص یک غذا رو دوست داشته باشه، یه بار اون غذا رو بخوره کافیه، و این هم همان چیزه. و برای اینکه انسان فضیلت بزرگی رو در زندگی بچشه و بیشترش رو بخواد، لازمه که یک بار اون رو بچشه، و اون یک بار چشیدن هم یکم زمانگیره، و تا وقتی که به اونجا رسیدیم بقیهش دیگه راحته. که شخص فقط به یک تجربه کوچکی نیاز داره، این همه. و به این خاطر هم انسان در این دنیا بر روی زندگی گذراش یک چیزی که یک آگاهی باید به دست بیاره که گذران نیست، یعنی یک احساسی که بر فرای بدنمون هست، بر روی بدنمون هست. این مهمه. وقتی هم شرایط به این شکله، یکم پیش گفتیم که ما در زندگی هیچ چیز رو نمیتونیم انتخاب کنیم. در یک جامعه، در یک خانواده متولد میشیم و اون خانواده نسبت به قوانین اون خانواده بزرگ میشیم و نسبت به کشوری که در اون زندگی میکنیم، نسبت به فرهنگش. من رو به اون شکل اگه بزرگ میکنن، تربیت میدن، من انتخابی ندارم که، اجازه نمیدن که حتی غذایی که میخورم رو هم اجازه انتخاب ندارم، نه به لباسم میتونم تصمیم بگیرم، نه به غذا جلو چی بگذارم میخوری، چیزی هم نمیتونی بگی، میخوری. به این شکل. پس فرهنگی، ایمانی که به ما داده شده، آموزشی که به ما داده شده از بیرونه. یعنی آدم میاد 35 25 30 سالش مثل یک چیزی که از کارخونه خارج شده و ژنتیک همون از پدر بزرگ، مادر بزرگ، هزاران ساله که به ما ارث رسیده. یعنی ژنتیکمون هم به این شکل و کل کاراکترمون از اونجا میاد. یعنی آدم چه کاراکتری داره، همش
در داخلشه، در درونشه و چیزهایی که با آموزش یاد گرفته اون هم چیزهایی که در طبیعتش وجود داره بیدار میشن و نسبت به اون رفتار میکنه. اگه دقت کنید به رفتارهای در طول روز بیشترش به صورت رفلکسیوه، یعنی بدون اینکه فکر کنیم عکس العمل نشون میدیم، یه چیزی میشه فوری عکس العمل نشون میدن، یعنی فکر نمی کنم روش. پس چی موند؟ طبیعت انسان آرزوی گرفتن لذت، آرزوهاش هم از بیرون میاد براش، اون هم متعلق به خودش نیست، از جامعه چیزایی که میبینه رو میخواد. مگه نه؟ امروز به بچه ها، پسر من ابتدایی یعنی مدرسهش رو تموم کرده بود، رفته بودیم اونجا ویدیو میگرفتیم و گفتن که وقتی بزرگ شدی میخوای چی میشی. گفتم که این ویدیو رو میگیرم که وقتی بزرگ شد ببینه که از کجا به کجا اومد، چون بزرگ میشه جامعه رو میبینه، میبینه چیزهایی که آرزوی خودش نیست رو از بیرون میخواد، از بیرون میبینه رو میخواد. یعنی چی میخواد بشه در آینده خودش هم هیچ فکری نداره، یعنی نسبت به آرزوش فکری نداره، شرایط هایی که از بیرون میبینه میفهمه. پس و از چیزی که از درونش میاد نسبت به اون چیزی نداره. پس جامعه بر روی ما همه چیز رو به ما اعمال میکنه و ما هم شرایطی هستیم که تسلیم شدیم بهش. پس انسان اسیر محیطشه، برده محیطه و هیچ چیزی متعلق به خودش نداره در دنیا. ما فکر میکنیم که تصمیم میگیریم در زندگی. من به شما گارانتی میدم که من کارهایی که انجام دادم هم دیدم، هیچ کسی به هیچ چیزی نمیتونه تصمیم بگیره و حتی نمیتونه هم بده. چنین در درون چنین سیستمی نیستیم که این اتفاق بیفته. پس به خاطر این علم کابالا به ما به واسطه آموزه‌هاش انسان چرا نمیتونه انتخاب اراده آزاد داشته باشه رو میگه. چون انتخاب اراده آزاد ما چیه؟ چی میپوشیم؟ غذا چی انتخاب میکنیم؟ کجا میریم مسافرت؟ و فکر میکنیم که اینها انتخاب اراده آزادن، انتخاب میکنیم. نه، اینها انتخاب نیستند. یک گربه هم همان انتخاب ها رو داره. جلوی مرغ‌ها وقتی چیزی میگذارم اونها هم نگاه میکنن که چیه، چی هست اونجا. چیزی که نمیدونه طعمش رو میچشه و هرچی خوشش بیاد اون رو میخوره. پس طبیعتا مرغی که روی دو پا راه میره و انسانی که روی دو پاش راه میره از نظر طبیعت هیچ فرقی ندارن، هرچی خوشمون بیاد برنامه‌مون به این شکلیه که به این شکل کار میکنیم و به این خاطر هم نمیتونیم انتخاب اراده آزاد داشته باشیم. ولی اگر طبیعتمون رو بفهمیم، هدف آفرینش رو بفهمیم، زدیت میانمون با زندگی رو بفهمیم، اون وقت میتونیم بدونیم که اینجا چیزی هست که متعلق به منه و میتونم این رو انجام بدم و اون شخص رو، چیزیه که شخص رو تبدیل به انسان میکنه. و به خاطر این برای اینکه انتخاب اراده آزادمون رو بفهمیم، معنویات مهمه که کل زندگیمون رو، زندگی اجتماعی، زندگی خانواده، یعنی خانواده، هر چیز رو، حتی اندیشه ها، نگرانی ها، ترس ها، تنها راه فهمیدن اینها اینه که شخص خودش رو و زندگیش رو بفهمه. پس اون وقت میبینه که چیزی برای نگرانی نیست، برای افسردگی چیزی نیست، چیزی برای ترس نیست. زندگی یک موجی داره و نقطه‌ای هست که ما رو میخونه، میخواست به اونجا برسونه. و اگه از درون زندگی این رو بفهمم، زندگیمون راحت تر میشه، چون که زندگیمون و طبیعت زندگیمون با هم ضده و نمیتونیم با هم هماهنگ باشیم. و برای اینکه نمیتونیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم، مشکلات به سرمون میاد. و میدونم که جلوی زندگی نمیتونم وایستم و اگه یاد بگیرم که با اون موج هماهنگ کنم خودم رو، اون وقت میتونم خودم رو بزرگ کنم. الان کل اینها رو وقتی کار میکنیم، یکم زمانمون رو خواهد گرفت. یکم بخونیم
Bedenimiz de bize mevcut bozuk haliyle verilmesine rağmen özümüzü bozmaz. Zira o, yani beden, هرچند بدن ما در حال فاسد کنونی به ما داده شده، ذات ما را فاسد نمی کند. زیرا آن، یعنی بدن و هرچه دارد، همراه با دستگاه ناخالصی که منشأ آن است، کاملا از بین می رود و دور می ریزیم و آنجا که به اجبار ما را بسوزانند حتما میسوزد و چنان پنداشته میشود که هرگز وجود نداشته است. با این حال آن روح تجسم یافته که جوهرش میل خالص، میل به بخشش است و از نظام چهار عالم مقدس آبیا به ما سرایت میکند، برای همیشه وجود دارد. دلیل این امر این است که حالت میل به بخشش به شکل زندگی موجودات زنده برابر است و هیچ وجه قابل تغییر نیست. اگه آینده خوب پیش کنید، اینها رو خوب خواهیم کرد. زوهر و تلمود رو کار میکنید. اینجا میخواد به ما چی بگه؟ میخواد بدن انسان محکوم مرگه و در این مورد کاری نمیتونیم انجام بدیم و کاری که میتونه انجام بده یک آگاهی بالایی، یعنی چیزی که روح میگیم بهش، یک احساس بالا. تنها چیزی که میتونیم انجام بدیم اینه که ne diyormuş başka bize? این رو به دست بیاریم و بعد به ما میگه که و فایده این طردها این است که از طریق آن احساس نیاز و اشتیاق کامل به خالق میشود که او یاری میکند، زیرا در غیر این صورت میبیند که گم شده است. ما گفتیم که در این حال خدا یعنی زندگی یا طبیعت. در هر صورتی در بیرون ما یک قدرتی هست که بر ما تاثیر میگذاره. وقتی شخص معنویا کار میکنه، طبیعت خودش، آرزوی گرفتن لذت برای خودش، برای اینکه به طبیعت احسان کردن زده، همیشه در جنگ و در کار معنوی هم جنگ و جدال داریم همیشه. یعنی مثل این نیست که در پارک قدم بزنیم، افت و خیز داره معنویات هم. وقتی هم به این شکله، طبیعتمون با احسان کردن نسبت به دوست داشتن دیگران ضدیت ایجاد میکنه و به خاطر این هم مثل این که میگه که این راه برای من نیست، خدا من را نمیخواد و یا زندگی با من هم فکر نیست، زندگی ضد منه. میگن که ما با هم مناسب نیستیم. Neyse aklıma gelir o da. İlk terane bud. Alan yadam nagmad. Ne diyor sürekli? Hayatta hiçbir şeyim doğru. İngi ki der zindigi hiç çizi. Hame çizi zette beram. Borc mahamun ba ham nemi khore nemi dunam. Zindigi zette. Anne, Khuda be man zette. O yüzden kişi hayat. Be khatir in zin şahs der zindigi ham bazı vaxta age be Khuda iman daşte başe. Bazı vaxta der din ha migim ki migan ki iman daran ve az zindigi ham şikayet mikonad. Bu sasen tüm yanlış anlamalarından. Beray ine ki زندگی رو برعکس فهمیدن و خدا رو هم نفهمیدن. پس ایمانی که از آموزش براشون اومده ولی از واقعیت خیلی دور هستن. پس ما باید به واقعیت بچسبیم. خدا اسمهای زیادی داره. به اندازی که انسان احساس میکنه از رابطهش با خدا میتونه به این اسم بده. پس کار باید به ما واقعیت رو نشون بده و واقعیت هم به ما به شکلی که اینجا نوشته، شخص در راه مثل این که احساس میکنه رد میشه، ترد میشه. این به شخص این رو میاره که شخص نیاز به کمک داشته باشه. از طرفی هم اگه ازش درست استفاده کنه، آرزوش رو بزرگتر میکنه. این رو هم یاد داشته باشید. Evet. Ben. Tüm halk birbirinden sorumludur. همه مردم در قبال یکدیگر مسئول هستند. همه ملت یا مردم که میگه از گروه همان صحبت میکنیم، ولی بعدا باید که کل کشور، کل انسان ها به این شکل باشند. اما اونجلیکله ولی اولا وقتی میگی مردم یا خلق، از خود ما صحبت میکنیم، از گروهی که اینجا هستیم. چرا؟ bağdan yani karşılıklı sorumluluktan
ضمانت نامه یعنی مسئولیت متقابل ضمانت زمانی ذکر می شود که همه افراد در قبال یکدیگر مسئولیت دارند، یعنی از رابطه میانمون یعنی احساس کنیم که از هم مسئول همدیگه هستیم میشه، یعنی عشق رو به این شکل میتونیم احساس کنیم. زیرا قبل از نزول علم هر یک به صورت جداگانه سوال می شود که آیا متعهد می شود که دیگران را کاملا دوست بدارند، که این قاعده دوست خودت را مثل خودت دوست بدار است. این بدان معناست که هر فردی که جزء مردم است متعهد می شود که برای هر یک از افراد ملت خدمت کند و کار کند و حداقل به اندازه ای که نیازهای خود را برآورده کند همه نیازهای او را برطرف کند. یعنی مسئولیت، گرفتن مسئولیت جامعه. یعنی الان وقتی از این صحبت می کنیم، ما هم البته که قرضهای مادی همدیگر رو پرداخت نمی کنیم، چنین چیزی نداریم. در معنویات همیشه هممون مسئولیت چی رو به دست میاریم، به عهده می گیریم، برای این که مسئولیت این رو به عهده می گیریم که دوستان در معنویات رشد کنند، چون که هدفمون اینه که در معنویات رشد کنیم. پس کل مسئولیتمون، نقطه تمرکزمون بر اینه که هر دوست رو کمک کنیم که به معنویات دست پیدا کنه، که مسئولیت اون رو بر عهده بگیریم، که معنی زندگی رو بفهمیم، چون که معنی زندگی اینه که با خدا رابطه برقرار کنیم. رشد معنوی یعنی رفتم به درجه خدا یا رفتم بهشت، از چنین چیزهایی گفته میشه. البته که بهشت میگن از این صحبت نمی کنن که در دشت ها اینجا دراز میکشی زیر درختینا، نه، چیزی که میگه اون رفتم به احساس بالاتر بودن در داخل تمامیت و در اون داخل اون تمامیت زندگی کردن. مهمترین چیز اینه که به این احساس برسیم، و برای اینکه به این احساس برسیم باید مسئولیت داشته باشیم، همدیگه مسئول باشیم، چون اگه به همدیگه مسئول نباشیم نمیتونیم که همدیگه رو دوست داشته باشیم. و عجیبترین نقطه کار همینه که من کافی نیست که فقط من مسئول باشم، باید کل دوستان، یعنی احساس کنم که کل دوستان مسئول منم، یعنی دوستان باید به من چنین احساسی بدن که من هم باید به دوستان اون احساس رو بدم، که همه به هم بگن این احساس رو بدن که 100% میتونی به من، یعنی مسئولیت داشته باشی. یعنی اگه من ببینم که، یعنی اگه احساس نکنم که دیگران به فکر خوبی من نیستن، من هم نمیتونم به فکر دوستانم باشن، چون که بگیم که احتیاج خودم دارم و باید فکر اونها باشم، مگه نه؟ باید منطقی باشی. پس به خاطر این باید به این احساس متقابل برسیم. این چیزیه که مسئولیت متقابل میگیم بهش، یعنی آربود، یعنی در میان انسان و انسان، برای اینکه رابطه ای باشه که شخص بتونه از خودش، بتونه از نفسش خارج بشه، به این نیاز داره که ببینه دیگران، یعنی دوستاشون رو خیلی دوست دارند. برای اینکه ضد طبیعتمونه، یعنی به گوش خوب میاد، ولی وقتی وارد عمل میشیم میبینیم که امکان پذیر نیست، ولی میبینیم که چیزهایی که ممکن نیست رو جدا میکنیم، که چی رو باید کجا عوض کنم، کجا چی انجام بدم، در کجا خودم رو پسیو کنم، کجا خودم رو یکم تغییر بدم، تنظیم بدم، و غیره و غیره. به خاطر این در کار اینها رو باید بفهمیم. به خاطر این بالا هم گفت که طرد شدن ها چی طرد میشه، چون که انسان با کار کردن میبینه که دیگران رو نمیتونه دوست داشته باشه. اینه که شخص از شبیه به اینه که انسان از خدا، از زندگی طرد بشه، و این چیز خوبیه برامون، چون که گفتیم که اسم خدا یعنی واقعیته، و کار رو اگه انجام میدم واقعیت برام باید مهم باشه. برای من باید برام واقعیت مهمتر از همه چیز باشه. خودم رو خوب یا بد احساس کردم، نه، اون متعلق به متدهای دیگری هست، ولی در علم کابالا مهمترین چیز اینه که برای شخص واقعیت چیه، دروغ چیه.
O yüzden kişinin kendisini inceleyebilmesi için farklı بس برای اینکه شخص بتونه خودش رو بررسی کنه باید از نقطه متفاوتی نگاه کنه به غذایا. Neymiş? Yerdanın ifşasında açıkladığımız gibi. همانطور که در مکاشفه خالق توضیح دادیم لذت و جلال با میزان برابری شکل با خالق سنجیده می شود. اسم مقاله جوهره و هدف دین. وقتی دین میگه در معنویات یک دین وجود داره، اون هم احسان کردن و عشقه. به این شکل دین نه. در معنویات ایمان یعنی در درون ویژگی احسان کردن زندگی میکنم. این ایمان هست، باور هست. یک چیز رو کسی به من گفت و من بهش ایمان آوردم، نه این ایمان نیست. İnanmak koşulun içinde yaşamakla olur. Sohbet kerden der mored diger. İman yani bayat der derunesh başam şerayet. Pes mige ki renc ve na bordbari va mizan na beraber şekl az suy halik sanjide mi şevat. Yani çeqat ba khoda der in hamahangam çeqat be hamrah khoda hastam un hame derun lezzet hastam. Ve ızdırap ve tahammülsüzlük یادندان فرم رنج و نابردباری با میزان برابری شکل از سوی خالق سنجیده می شود. هر چقدر از خود ضد خدا باشم اون همه عذاب دارم. بنابراین خودپرستی ناپسند است و ما یعنی شخص باید این رو بتونه ببینه در کار و ما را به درد می آورد، زیرا شکل آن در مقابل شکل ضد صورت خالق است. یعنی در احساس واقعیت هم فرمی هم در درس ها کار کردیم اینها رو با شما. طبیعتاً کسی که دائما در محیط بهتری قرار گیرد شایسته ستایش و پاداش است. اما در اینجا هم نه به خاطر افکار و اعمال خوب که به انتخاب خودش انجام نمی شود، بلکه به دلیل تلاش او برای کسب محیط خوبی است که این افکار و اعمال خوب را برای او به ارمغان می آورد. همانطور که کابالیستی شوا بمپراخیا گفت، برای خود یک راه بگیر و برای خود دوست بخر. یعنی چی میخواد بگه برامون؟ خدا هست که شخص رو به محیط آورده. در تلمود ده سفیروت نوشته در چهارمی ماده 155 یا 4. خدا در درون شخص یک پوچی میگذاره و شخصم دنبال چیزایی میگرده که چرا زندگی میکنم، معنی زندگیم چیه. بعد وقتی شخص رو چند جا برد اینجا میاره. اگه اینجا اومد در ورود به کتاب تلمود میگه که شخص دست آدم رو میگیره و روی یک قسمت زیبایی میگذاره و میگه که این رو بگیر و چیز دیگه ای نمیگه به شخص. یعنی شخص به پاداش، به ستایش، چیزی که لایقشه انتخاب این نیست. البته که خدا دستش رو گرفته و اونجا گذاشته. شخص وقتی به اونجا اومد و رسید چگونه باید بزرگ بشه، اون تلاشی که برای بزرگ شدن انجام میده، این انتخاب محیطه و انتخاب اراده آزاد شخص فقط در اونجا هست. چون که یکم پیش گفتیم که در دنیا هم وقتی متولد شدیم بچه کی میشیم در کدام کشور انتخاب نمی کنیم، به صورت اتفاقی متولد شدیم. ولی الان اگه یک محیط رو انتخاب کردم، در از خدا ما رو به اینجا برده، شخص در درون این محیط برای رشد کردن عملهایی که انجام میده، این اراده آزاد او هست، عملهایی که انجام میده و برفرای این انتخاب اراده آزاد دیگری نداره. چون در زندگی چیزهایی که انجام میدم نسبت به اونها زندگی به من فیدبک میده، عکس العمل نشون میده. وقتی هم شرایط به این شکله، شخص در زندگی چطوره پیشرفت میکنه نسبت به تلاشش، ولی در درون و در نسبت به شرایط محیط. اگه در زندگی دنیوی تلاش کنم چیزهای دنیوی به دست میارم. کانسپت اینجا یکیه، چون قوانین طبیعت عوض نمیشن. قوانین طبیعت مساوی قوانین خدا و خدا هم قوانینش رو هیچ وقت تغییر نمیده. پس شخص آزاده که محیط رو انتخاب کنه و انتخاب محیط اینه که
در محیط درست demek, çünkü zaten یعنی نسبت به هدف دو getirdiyse, و اگه خدا من رو آورده و انتخاب محیط درست یعنی قدرت بخشیدن به اون محیط که شخص به شکلی که گفتیم محصول محیط شخص که من اگه یک محیط خوب بسازم انشاء کنم این محیط رو اون وقت اون محیط تأثیر مثبت بر روی ما به ما فیدبک برمیگرده پس تلاشمون اینه که یک محیط خوب بسازیم و باید به محیط همیشه یاد داد به یاد بیاریم که همیشه هدفمون فقط مسیرمون به سمت هدف آفرینشه در غیر این صورت با محیط های بیرون فرقی نداریم که و یا چیزای عجیب غریب در گروه اتفاق میفته مثلا همتون هممون میخواستیم به سمت خدا بریم ولی بعد دیدیم که اینجا تجارت خانه شده اینجا در بیرون مثال هاش رو میبینید زیاد میبینید به خاطر این هدف گروه نباید تغییر پیدا کنه یعنی هر کسی نسبت به خدا باید رشد کنه یعنی از عشق انسان به عشق خدا باید کار کنه پس به گروه چیزهای دیگری از بیرون نمیاریم نه ایدئولوژی های دیگر نه تجارت چون که هدف ما این نیست هدف آفرینش ما اینها نیستند از بیرون چیزی نمیاریم اینجا این در مورد آزادیه که اراده آزادمون کجاست این رو فقط در درون محیط میتونید انتخاب کنید انتخاب های انسان در زندگی از طبیعت حیوانیش سرچشمه میگیره یکم پیش هم گفتیم که یک غذا رو دوست دارم انتخابش میکنم و یا لباسایی که دوست دارم انتخاب میکنم انتخاب جایی که میخوام به مسافرت برم اینها درجه حیوانی هستند گربه هم وقتی میخواد جایی بخوابه اون وقت جایی رو پیدا میکنه که دوست داشته باشه اونجا رو اونجا میخوابه دراز میکشه و میخوابه گربه هم به این شکله این درجه متعلق به درجه حیوانی است پس ما انتخاب های متعلق به درجه انسان رو کجا میتونیم انتخاب کنیم این رو باید یاد بگیریم وقتی شرایط به این شکله انسان یعنی چی باید یاد بگیریم که نسبت به اون عمل هایی انجام بدیم مگه نه پس همه اینها قسمتی از کار معنویه که آدم باشیم اسمش روشه آدم باش مثل نیاکانمان که میگفتن آدم باش آدم باش یعنی آدم یعنی از کلمه لآدم یعنی شبیه به خدا مثل او در داخل تمامیت هست یک درجه بالایی هست بعد چاره چیه از بلحسلام یک نیروی مثبت سازنده و یک نیروی منفی مخرب وجود دارد این دو نیرو با مبارزه با یکدیگر چه به طور کلی و چه خاص کل واقعیت را ایجاد و تکمیل می کنند همانطور که در بالا گفتیم نیروی منفی در پایان هر مرحله به وجود می آید تا فرد را به مرحله بهتر برساند و از این رو مراحل تا رسیدن به کمال نهایی از هم پیروی می کنند یعنی در زندگی به دو نیرو لازم هست به بد هم به خوب هم تنها راه رفتن به سمت خوبی بدیه به این خاطر هم در دنیا همیشه میبینیم که بدی سنگینتره زیادتره و برای انسانها وقتی بدی به نقطه رسید که نتونن انسانها تحمل کنند انسانها اون وقت تصمیم میگیرن که تغییر کنند و تا اون لحظه کم زمان داریم که انسان های کم زمان دارن شما اینجایی اونها لازم نیست که منتظر باشیم مثل اونها اگه کار کنیم میتونیم کارمون رو زودتر حلش کنیم سوالات وقتی سوال میپرسید اگه در زوم هستید دستتون رو بلند کنید که بتونم شما رو ببینم و بشناسم به این شکل سوال رهبر ما یا دانش کابالا میتونه این کثیفی و پلیدی و شر را در من دگرگون کند؟ ببین
doğru yaklaşmamız lazım. Yani. Bayağı rəftarı dürüst deyir, daşlı başım nesbət bir zindir. Öncelikle anlamamız lazım. Evvel bayağı deyin o, befahmim ki, hemen təbiyyətimun inir ki, bəray, xodumun mixayim lezzet verim fəqat. Və in beyin məniyə ki, ma hemen bəd hastin. Yani sadece sen kötü değilsin. Yani fəqat to bəd neysin? To bə mən, iman daşlı baş ki, ma bədtər az to hastin. Mən az hamətun bədtər hastan. Rahat باشید. مشکلی نیست. اگه من تونستم شما هم میتونید. شرایط این نیست که بدی رو بخوایم از بین ببریم. بدی رو بفهمیم که چیه و در مقابل این خوبی رو بتونیم بسازیم و خوبی رو و کاری انجام بدیم که خوبی بیاد اون بدی رو بپوشونه. اگه بدی رو پاک کنم اون وقت نمیتونم بدونم که خوبی چیه. هیچ فکری نمیتونم داشته باشم نسبت به خوبی. اوکی؟ پس به خاطر اینه که بدی باید افشا بشه. این به این معنی نیست که مجبورم استفاده کنم ازش. نه. شخص با دیدن این که بده با این که از بدیش استفاده کنه فرقی وجود داره در میاد. اگه معنویات کار میکنیم یعنی بدی رو میبینیم نسبت به انسانهای بیرون بهتر وضعیتمون، چون انسان بیرون یک مکانیزمی نداره که بتونه بدیش رو کنترل کنه. دزدی میکنه، میکشه، بدی میکنه دیگه، چون که یک مکانیزمی نداره که بفهمه موضوع رو. ولی ما از اول اگه بفهمیم که بدی و افشای بدی ما رو به آرزوی اصلاح میاره، چون که خودمون رو اینجا بد احساس میکنیم، یعنی خودم رو بد احساس میکنم و لازم نیست که خودم رو بد احساس کنم، چون خودم رو خودم نیافریدم، خدا ما رو آفریده. و از طرف دیگری هم عصبانی هم بهش که چرا من رو بد آفریدی، این ما رو اذیت میکنه. این هم بین هم اوکی هستیم، این به اینها باید اوکی باشیم، بگیم اوکی. و از این جا کاری که باید انجام بدیم رو باید بدونیم که مشکل نیست که خدا من رو بد آفریده، این مشکل من نیست واقعیتش، این مشکل خداست. یک بازی یک تله خداست که بر ما دار. این رو یاد میگیریم کم کم. پس افشای بدی یعنی بعد چیزیه که با واسطه کار میاد و بر روی این اگه خوبی رو بتونم اضافه کنم اون وقت خودم رو به درجه بالاتری میرسونم. خوبی همیشه باید بر روی بدی باشه به واسطه عقلم. مثل این که بفهمم یعنی به درجه رسیدم که فهمیدم آیا سیگار کشیدن بده و الان فهمیدم. دکتر هم به من عکس ها رو نشون داد، دید که گفت که ششات خراب شده، جگرهات خراب شده و تو هم تصمیم میگیری که یعنی با عقلت میفهمی که نباید این کار رو انجام بدم، یعنی سیگار بکشم. شبیه به اینه. پس چیزی نیست برای نگرانی. آیا کسی همیشه میخواد در کار بمانه و تلاش میکنه اما همیشه زمین میخوره و در واقع کارش صادق نیست؟ نه، این خوبه که بیفتیم هی این زمین خوردن. ببین یکم پیشم خوندیم مثل اینکه خدا من رو ترد میکنه، همیشه دور میکنه من رو. مشکلی نیست. این به این معنی یعنی احتیاج کمک شخص رو بیشتر میکنه، یعنی به شخص این احتیاج رو میده که من نیاز به کمک دارم، چون خدا ما به ما واقعیت رو نشون میده، میگه که من میخوام که تو این کار رو انجام بدی ولی نمیتونی و برای این کاری که بتونی انجام بدی به من نیاز داری، یعنی خدا. من که میگم به خدا و برای اینکه به خدا بتونم نزدیک بشم، مستقیم نمیتونم به خدا نزدیک بشم. کل دین ها میخوان این کار رو انجام بدم، مستقیم میگن که برم با به طرف خدا، با انسان ها کار ندارم. نه، خدا میگه که نه، من 8 میلیارد آدم رو بیهوده نیافریدم، با هر کدام آنها کار دارم. من ما الان در شرایطی نیستیم که با 8 میلیارد آدم کار کنیم، آدم های کوچکی هستیم. به خاطر این میگیم که چند نفر هست که هم فکری این کار رو انجام بدیم، داخل یک لابراتوار انجام بدیم این کار رو. پس باید با گروه کار کنم که از رابطه میان انسان و انسان عیب و ایراد آتم را اونجا پیدا کنم و اون وقت برای اینکه اینها رو درست کنم یک لازمه ببینم، یک فهم ببینم. فهم یعنی احتیاج این رو دارم که یک چیز رو عوض کنم. فقط چیزی رو دیدم و بعد بودنش رو دیدم اتفاقی نیست. ما اینجا در خودمان از به واسطه این ویژگی بعد احتیاج تغییر باید به دست بیاریم. این احتیاج پیدا کردن به کمک خدا گفته میشه که
دعا میگیم به این هم، دعا کردن به خدا. دعا با حرف نیست، باید در درونم نیاز داشته باشم که به او نیاز دارم. پس ترد شدنش، زمین خوردنش، نمیدونم اینجور چیزها، به خاطر این به دوستان نیاز داریم که همه به هم کنار هم باشیم، چون که ببینید راه ما افت و خیز داره. فکر کن که به اون چیزهایی که در شهر بازی هستند سوار شدی و کمر نداری، پس باید چیکار کنیم؟ هم دیگر رو باید بچسبیم که نیفتیم زمین. هممون باید خودمون رو به این شکل باید محافظت کنیم که کسی نیفته. یعنی کمربند ایمنی ما اینجا دوستان هستند. ادامه سوال: آیا خالق میتونه پس از مدتی این شخص را ترک کنه، یا یعنی از هول دادن او دست برداره، سپس به او سیلی بزنه، در نهایت کسی را که برای بلند شدن دوباره نزد او میآید نپذیره؟ من به تو یه چیزی بگم که راحت باشی. در معنویات وقتی رشد میکنی، شخص هر چقدر احساس کنه که داره کتک میخوره، اون همه بیشتر براش پیشرفت هست. این یک مثال زیبایی داره. در وقتی به اون مقاله رسیدیم برام یادآوری میکنیم که شخص در زندگی کتک های زیادی خورده و این چیز زیبایی واقعیتش، مخصوصا اگه معنوی کار میکنه خیلی خوبه براش. خدا کسایی که دوست داره رو اذیت میکنه گفته میشه. یک پدر خوب یعنی کتک رو از بچهش دور نمیکنه. یعنی به خاطر این هم نگران نباش، اینها چیزهای خوبی هستن. اینها رو هم خوشحالم که زندگی کردی. فعلا درس 19 هستیم. زیباست. سوال: با سلام رهبرم، ما معتقدیم که همه از سوی خالق همه چیز. کجایی؟ حالا همه چیز از خداست، اینو باور داریم؟ نه، نمیتونیم به این شکل باور کنیم. حالا یکی در خونه به تو گفت که این از خداست، تو نباید باور کنی. یعنی یه چیزایی میگی بهش اگه اتفاق بدی افتاد. وقتی هم چون میدونه که رئیس کیه، حالا به غیر از او کسی نیست. وقتی میگیم باید احساس کنیم اون رو، که احساس کنیم او و من هست فقط. ولی فعلا اگه در اون نقطه نیستیم، این برای ما ایمان کورکورانه نباید باشه. اگه ایمان کورکورانه باشه، اون وقت اراده انتخاب آزاد هم نداره. میگم که در هر کاری خیره و ول میکنم. به این شکل نمیتونیم انجام بدیم کارمون رو، هر چی میشه باشه. یعنی اگه یعنی از خدا، من شرایطی دارم برای عکس عمل نشون دادن، پس باید به هم ربط بدم. یک، ارزیابی این باشه که در پیشرفتم در معنویات این چیه، و دومیش هم نسبت به قوانین دنیوی. چرا این دو شرایط رو باید بسنجم؟ چون یک شرایط دنیوی دارم و به این میگیم که آرزوی گرفتن لذت برای خودمون. زندگی دنیوی یعنی این شرایط وجود داره، و دومیش هم اینه که در معنویات وقت شرایطی هست که به سمت عشق و احسان کردن میریم. پس هر چیزی وقتی اتفاق افتاد، این شرایط رو که به غیر از او کسی نیست نباید کورکورانه ادامه بدیم. ادامه سوال: تا چه حد به من تعلق داره عملها؟ نقش من اینجا چیه؟ نه، نمیتونی ببین اگه من برای خودم نیستم، کی برای منه؟ یعنی در کار معنوی، در درون گروه، تلاشی که انجام میدم همیشه مثل این باید باشه که متعلق به منه. چون با احساس خدا به این گروه نمیان، با احساس دیدن خدا نمیان که اینجا. ما میایم اینجا میگیم که من هستم، فقط احساس خودمون هست فقط. پس شخص در کارش وقتی اراده انتخاب استفاده میکنه، میگه که من اینها رو انجام میدم و بر اون برای هدفی که بهش به احسان کردم به خدا گفته میشه به اون برسم. همیشه مسیرم به اون باشه. کارم اشتباه غلطه، اینها رو نمیدونیم. یک بچه هم وقتی بزرگ میشه نمیدونه. بچه داری میبینی که نمیدونن که چه کار میکنن و بزرگ میشن،
و راه ما هم از اینها فرقی نداره. بچه مثل بچه های کوچکی هستیم اینجا. نسبت به چی تلاش ما متعلق به منه؟ سوالت این. حالا میگی که من هر چیزی که یاد گرفتم تا به این لحظه در کار معنوی باید چی کار کنم که پیشرفت کنم؟ و یا اگه میخوای سوال دیگری بپرسی باید بگی که من باید چی کار کنم که دوستانم پیشرفت کنن در معنویات. چون اگه هدف خارج شدن از عشق خودمه که دیگران رو دوست داشته باشم، ها دیگران رو دوست داشته باشم، ها خدا را، فرقی داره؟ نه. پس انسان یک ویژگی عشق رو اگه به دست بیاره، مهم نباید باشه که کی رو دوست داره، چون که طبیعت هم اگه عشقه باید همه رو دوست داشته باشم، نباید جدا سازی کنم، مگه نه؟ طبیعتاً کار همیشه برای خوبی دوستان چه کار میتونم انجام بدم که به هدف برسم، هدف آفرینش. در درون محیط برای اینکه پیشرفت کنیم باید چه کار کنیم؟ نقش تو اینجا، یعنی شوهرت هم اینجاست، یعنی باید بهش کمک کنی، چون که برای اینکه با هم کار میکنید خیلی شانس دارید. اگه یک جفت یعنی همسر و شوهر با هم کار کنند، یعنی خیلی خوبه. یعنی پس هر کمکی که شوهر از تو میگیره برای تو هم یک چیز اضافیه. من به تو بگم چیزی رو به شوهرت نگو. در اصل چیزی که باید اصلاح بشه شوهرته، تو نیستی. این رو به تو گفتم، به شوهرت نگو. آرمان سوال: در این زندگی اگه خوشبختی در نتیجه ارضای سطح گیاهی و حیوانی، تعریف موفقیت برای کابالیست چیست؟ تعریف موفقیت اینه که اون تمامیتی که در دوست داشتن دیگران احساس میکنی. یعنی بودن در بیرون خودمون. یکم با ما کار کنید میبینید که شخص کل زندگیش مثل این هست، مثل این که در درون بدن زندانی شدیم و در هممون در زندان زندگی میکنیم، در درون بدن ما. و تنها راه خروج از این اینه که دیگران رو بتونیم دوست داشته باشیم. این واقعا یک تغییر روانی نمیخوام بگم، چون که با روانشناسی ربطی نداره. یکم یعنی با طرز نگاه متفاوت به زندگی نزدیک میشیم. آیا میتونیم بگیم که هدف ما از حضور در اینجا رسیدن به عشق خالق از طریق محبت دوستانه؟ آره. ولی عشق خالق یعنی چی؟ یعنی مثل خدا دوست دارم و مثل او رفتار میکنم. رفتن به درجه خدا، از این حرف میزنیم. یعنی بزرگ شدن، آدم بودن، بالغ شدن. ما چگونه بچه هامون رو بزرگ میکنیم در زندگی؟ باهوش باشن، موفق بشن، در تمامیت باشن، زندگی خوبی داشته باشن. به این شکل بچه ها رو بزرگ میکنیم. خدا هم میخواد ما رو به این شکل بزرگ کنه. ما نمیخواهیم که بچه ها زیر ما بمونن، برعکسش میخواهیم که بچه هامون یعنی پیشرفت کنن. کل دنیا برای توه، تو همه چیز رو میتونی انجام بدی. میخواهیم به بچه ها این رو بگیم، یعنی نسبت به این اعتماد رو احساس میکنیم. اگه موفقه میگیم که این بچه اوکی تموم شد دیگه، میتونه از عهده خودش بر بیاد. و یک پدر مادر میخوایم به این نقطه برسیم، یعنی ما اینجا. خدا هم میخواد ما رو به این شکل ببینه، میگه که اوکی این دیگه در زندگی میتونه شریک من باشه. و بزرگترین لذت از زندگیمون، از بچه ها لذتی که میبریم اینه که بتونیم با بچه‌مون به شکلی صحبت کنیم که بچه‌مون بالغ شده، بزرگ شده، یعنی اون هم خانواده داره، بچه داره، چیزایی که تو زندگی کردی رو زندگی کرده. و تو با چیزی وقتی میگی که آره پدرم رو میفهمم، ولی اگه به اون نقطه نرسه نمیتونه که ما رو بفهمه بچه‌مون. پس برای فهمیدن زندگی خانواده شرطه. سوال: رهبرم آیا باید متناسب با نیاز خود روابط و پیوند برقرار کنیم؟ رابطه ها رو فقط یک احتیاج در یک احتیاج باید انجام بدیم، احتیاجی نسبت به معنویات.
تک احتیاجمون var burada hepimizin. تنها احتیاجمون بی اینجا یک احتیاج داریم فقط یکی، اون هم رسیدن به هدف آفرینش. و هیچ احتیاج دیگری نداریم. Hepimiz buna odaklı çalışıyoruz. هممون به این باید متمرکز کار بکنیم. Merve bu Merve'ydi. Bir de Merve T var. Herhalde. Rehberim çalışmada ilerledikçe sessizleştim. وقتی در کار پیشرفت میکردم ساکت‌تر شدم و از گفتن اشتباه میترسم. گاهی اوقات اظهار نظر در مورد چیزی در بین دوستان مسخره به نظر میرسه، اما احساس میکنم که لذت و قدرت پنهانی به من میده. این احساسات به تدریج کامل خواهند شد. ما هم به این شکل هستیم، یعنی ساکت میشیم وقتی زندگی رو میبینیم و خودمون رو هم وقتی درون زندگی میبینیم. هیچ دیگه، kötü bir şey değil. Yani çizi bedi nist. Yavaş yavaş. Kem kem. Yavaş yavaş görüyorsun. Kem kem mi bini? Dünyevi hayattaki arkadaşlarından. Der zindegi dünyevi az dostlar ki dari. Diverge etmeye başlıyorsun. Nasıl denir ona? Yani yollarınız ayrılıyor. Yani rahatun nasam coda mişi kem kem. Çünkü daha önce derslerde söyledim. Ders hay gözeştem goftan. Yani hayatın sonuna kadar. Yani ta ahare. Om. Yani ihsas mı konu ki diğer ne mi tutam? Hemen mozu haro sohbet konu. یعنی همیشه با همان چیزها باید کار کنیم، یعنی صحبت کنیم، یعنی به ما مناسب نیست اینجور چیزا. از طبیعیه، طبیعیه. سوال: رهبرم، انسان در طول زندگی موقت آگاهی بالاتری غیر موقت به دست می آورد. شما گفتید که چگونه در کجا می توانید این آگاهی عالی را در هنگام مرگ جسم فیزیکی ظاهر شود؟ ببین، جهان رو، هستی رو همیشه در درون ظرفمون احساس میکنیم. اینو یاد گرفتیم. یعنی این ظرف چیه؟ این آرزوی گرفتن لذت. بدن نمیخوام بگم چون فکرتون بدن میره. بدن فکر نکنید. بدن فقط برای اینکه زندگی رو احساس کنم یک ابزار. یک ابزار، یک ماشینه و به واسطه این ماشین، مثلا چطور برای اینکه رادیو اکتیو رو بسنجم به یک ابزار نیاز دارند؟ شبیه به این، بدن هم یک ابزار، یک دستگاهه. از بیرون اطلاعات رو جمع میکنه و به واسطه اون اطلاعات طبیعت هم شروع به کار کردن میکنه و به واسطه اون اطلاعاتی که گرفتن طبیعتمون چگونه کار میکنه یاد میگیریم که چگونه کار میکنه، که به صورت آرزوی گرفتن لذت میخوایم همه چیز رو مثل اسفنج همه چیز رو به خودمون بکشیم، جذب کنیم. و اینو باید بفهمیم که انسان آرزوی گرفتن لذته. اگه برای خودش آرزوی گرفتن لذت زندگی میکنه، در ظاهر گفته میشه، یعنی در زندگی دنیوی فیزیکی گفته میشه. اگه ما به این شکل واقعیت رو، هستی رو به این شکل احساس میکنیم به صورت منطقی، باید منطقی باشه که به شکل دیگری هم احساس کنیم این هستی رو، جهان رو. چون وقتی به زندگی نگاه میکنیم، یک زنبور، مگس، سگ، گربه، اونها هم زندگی رو متفاوت تر از ما احساس می کنند. یک زنبور مثل ما نمی بینه. یک مار وقتی زمین میره چشاش مثل ما نمی بینه. یعنی با زبانش احساس می کنه. احساس از هستی متفاوته. ما می تونیم این رو از زندگی بفهمیم که اگه به زندگی از پرسپکتیو متفاوت نگاه کنیم، این واقعیتی که گرفتن احساس میکنم، برعکس این رو میتونم احساس کنم. اگه طبیعتم زده، این طبیعتم کار کنه فقط. این هم منطقه. چرا منطقه؟ اینو فکر کنیم که دو نفر وجود دارند. یکی همیشه بد رفتار داشتم، نه خوب رفتار میکردم، بد رفتار کرد برام. الان به شکلی باهاش رفتار کنم که او خوب میدونه و میبینی که رفتارت رو اگه تغییر داده، اون هم رفتارت نسبت به تو تغییر کرده. اینجا چی شد؟ او تغییر پیدا کرد یا تو؟ تو، چون رفتار تو عوض شد و نسبت به تغییر تو عکس العمل جهان به تو تغییر کرد. پس همه چیز در میان انسان و انسان هست، چون در احساسات در درجه انسان فقط در میان انسان هست. پس نمیتونی با ناز کردن گربه به عشق برسی. به خاطر این هم به یک شکلی چیزهایی که در زندگی احساس میکنی و رفتاری که
ذهنن و عقلن ادراک نسبت به زندگی دارم اگه این رو تغییر بدم اون وقت میتونیم ببینیم که اگه طبیعتم به شکل دیگری رفتار کنه من میتونم این رو احساس کنم که در درون احساس متفاوتی هستم. اینها رو قبلا به این شکل نمی گفتن کابالیستا. یعنی نقطه به نقطه. هیچ کتاب هم به این شکل ننوشته. یعنی بازتر از این نمیتونیم بگیم. یعنی از زندگی خودمون چگونه هست کپی پیست کنیم. یعنی با طبیعت متفاوت تر. هر چیزی که گفتم باید درون تو منطقی بنشونه. چون زندگی رو نشون میده. میگه که نسبت به رفتار تو رفتار انسان ها در بیرون نسبت به تو تغییر پیدا میکنه و زندگی رو متفاوت میبینی. پس اینه که طبیعتمون رو تغییر کنیم و درون احساس جدیدی بتونیم زندگی کنیم. سوال: آفریدگر همه جا من رای حاطی کرده، من نیستم که لذت میبرم و احسان میکنم، من فقط یک تماشاگر هستم. در این مرحله چه نوع منی را میتوانم خلق کنم؟ اگه باور کنی که یک تماشاگری هیچ کاری نمیتونی انجام بدی، ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. ترکیش چیه؟ نمیتونیم در کلبه یدک بشینیم و مسابقه فوتبال رو ببینیم. باید وارد زمین فوتبال بشی، اونجا بازی کنیم. یا فوتبال میبینن، همه بازی میکنن، تو همونجا نشستی و تماشا میکنی. نه، نمیشه که. مثل کسی که فوتبال نگاه میکنه میشه. نمیشه به این شکل. پس باید وارد زمین باشی و کسی که اونجا زمین فوتبال باز میکنه و کسی که تماشا میکنه فرقی هست. اون کباب میخوره ولی اون کسی که فوتبال باز میکنه میبینی که چیا میخوره، کجاها میره، چی کار میکنه. باید وارد زمین فوتبال باشی اگه میخوای ببینی. به طور دیگر هیچی نمیشه. سوال: اونو خوندیم. اوکی، بو نوردانın sorusuydu. اوکی. Doğru değil mi Nurdan? درست بود. Doğru değil mi Nurdan? Bu senin sorun. درسته، این سوال تو بود دیگه. Tamam. یکم پیش اسم رو اشتباه گفتم فکر کنم. Yeni bir ben yapman için yani özgür. برای اینکه یک من جدید بسازی، اراده انتخاب آزادت رو استفاده باید بکنی و برای این هم باید فعال باشی. سوال: رهبرم، آیا هدف ما ایجاد پیوند عشقی است که تنها با دوستانمان در گروه منجر به خوشبختی می شود؟ یا می تونیم پس از پیوند عشقی که در اینجا ایجاد کنیم با افراد بیرون پیوند عشقی برقرار کنیم؟ آره، به این شکل خواهد بود. یعنی اول در میان دوستان مثل یک آزمایشگاه کار می کنیم. چون ببین، عشق محبت رو باید بفهمیم که عشق یعنی چی، محبت، دوستی یعنی چی. تو خونه دعوا کردن دیگه تو رو. آره شنیدی. من هم زیاد دعوام کردن از خونه. میدونم که در خونه بچه ها داد و فریاد میشنون و این برای این معنی نیست که ما رو دوست ندارن که به ما داد و فریاد کشیدن. برای اینکه ما درست بزرگ بشیم بعضی وقتا لازم هست که به ما عصبانی بشن که بتونیم رفتار درست نسبت به زندگی رو بفهمیم و این هم از عشق میاد. از عشق میاد. ما رو برای اینکه دوست دارن اینو انجام میدن. چون اگه ما رو دوست نداشتن میگفتن که ولش کن، هر چی باشه بزرگ میشه و میره، مهم نبود. ولی مهمه بچه هامون برامون. پس عشق در این حال نقطه منفی هم داره، مثل این که منفی، ولی باید باشه. عشق یعنی چی؟ عشق یعنی رفتار درست نسبت به زندگی رو میدونم، هم مثبت هم منفی. فهمیدید منظورم رو؟ یکم پیش به دوستتونم گفتیم که خدا کسی که دوستش داره رو کتک میزنه، درسته؟ پس در خانه هم بچه ها مجبورن که براشون عصبانی بشیم، برای اینکه این نه که دوستشون نداریم، برای اینکه ارزش میدیم، برای اینکه دوستشون داریم. میخواهیم که در بیرون وقتی وارد جامعه شد، در درون جامعه
همه ما رو، همه او رو به شکل ما دوست نخواهد داشت. پس اگه رفتار درست داشته باشه در جامعه خوبه، یعنی تعادل پیدا کنه در جامعه. برای اینه که بچه رو داد و فریاد میکشیم براش. پس زندگی بیرون ما هم چطور خواهد بود؟ واقعی خواهد بود. یعنی میدونی که مرز بکشی. عشق یعنی این، نه که با همه خوب رفتاری میکنم، نه نه، عشق یعنی برای پیشرفت هر کسی نسبت به او خوبی میکنم براش. این یعنی درجه بالا. الان پدر مادر نداشتیم، این رو نمیتونستیم بفهمیم. خدا هم چرا ما رو کتک میزنه نمیتونستیم بفهمیم. O da sevgiyle. اون هم با عشق. Kötü şeylere bak. تمام چیزهای بد زندگی رو نگاه کن. میگی که آره دنیا مثل کابوسه. از نگاه خاص گرفتم واقعا دنیا مثل کابوسه. ولی بعضی وقتا به بچه عصبانی میشیم. ولی برای خوبی بچه هاستیم. خدا هم دقیقا به این شکله. کل جنگ ها، مرگ ها، هرچی بیاد به فکرت. ببین در دنیا هرچقدر بعدی هست، اگه خدا نخواد هیچی نمیشه. همه چیز به شکلی هست که خدا آرزو میکنه. عذاب راه بزرگ شدنه. پس به عشق باید تعریف درست رو بدیم، مخصوصا در بیرون. در میان ما همیشه فرمول 6-3 هست، ولی در بیرون واقعی باید باشیم. در غیر این صورت سوء استفاده میشه از شما. سوال: رهبر عزیزم، در حالی که سعی در درک التیام ذات بد خود داریم، آیا درسته که حتی اگه مایل به آن نباشیم طوری رفتار کنیم که انگار چنین است و حداقل از آنجا شروع کنیم؟ آره میشه. چون دیدنم و کمش، اگه نخوام هم سعی کنم که رفتار خوبی داشته باشم، مثل یک بازی، مثل بازی بچه ها. واقعی نیست ولی بازی میکنن دیگه. واقعا ماشین نمیرونه بچه، با بازی بازی میکنه. ولی برای بچه مثل این که، ولی اگه این بازی رو نکنه بچه نمیتونه بزرگ بشه که. پس ما هم وقتی میبینیم که بدیمون افشا شد، دیدیم که در درونمون چنین بدی وجود داره و نمیخوام همینو تغییر بدم چون سخته تغییر این. ولی برای تغییر این، مثل این که اون رو به کنار میگذارم و استفاده نمی کنم ازش و به این شکل بازی کردن خوبه، چون نسبت به دیده ام سعی می کنم که رفتار خوبی داشته باشم. آیا باید صبر کنم تا از درون احساسش کنم؟ آره، به این دست خواهیم یافت، به این میرسیم، به اون نقطه. یعنی از درون احساس کردن یعنی بر روی بکمشم گفتم، بر بدی رو احساس میکنیم، میبینیمش و خوبی رو هم احساس میکنیم که چیه. خوبی رو به بدی ترجیح میدیم. یعنی پس اول بدی افشا میشه همیشه و بعد در مقابل این کاری که انجام میدم خوبی رو باید بسازم مقابل این، و اگه خوبی رو بسازم اونها رو در خط وسط اجرا می کنم. پس خط وسط عمل یعنی کنترل بد رو می گیرم و خوب رو روش می گذارم. این خط وسطه. اگه بدی رو نبینم خوبی رو نمیتونم بفهمم چیه. به دوستت هم گفتم که بدی رو نمیخوایم که بندازیم بیرون. در غیر این صورت از کجا بدونیم که خوبی چیه؟ پس اینطور چیزها رو احساس کردنتون خیلی زیباست. سوال: از آنجایی که همه چیز از طرف سوال رو از دست دادم، در زندگی دنیوی چگونه باید زندگی کنیم رو به عهده خدا نگذاریم. این رو اینجا چی میخوام بگم؟ در زندگی دنیوی هر کار میخوای انجام بده باید نسبت به شرایط زندگیت انجام بدی. در زندگی دنیوی نسبت به لازمه زندگی دنیوی، من هرچی میخواد بشه، خدا قاطی نمی کنم که خدا چه کار برام انجام میده. یعنی با این کار نمی کنم. اگه خوب کار کنم زندگیم خوب میشه. این حساب رو نمیتونم داشته باشم، میتونه برعکس هم باشه. یعنی کار کنی زندگیت بد باشه، اون وقت چه کار میکنی؟ اون وقت میگی که معنویات کار میکنم و خدا به من بد رفتاری میکنه.
O zaman tek taraflı egoist cinsel bir olmaz mı? عشق یک طرفه اگویستی نمیشه، معنویات کار کنم و خدا هم با من خوب رفتاری کنه، پس اون وقت همه میان معنویات کار میکنند. هممون کل کارمون رو ول میکنیم، فقط معنویات کار میکنیم دیگه. اون وقت هم از حیوان هیچ فرقی نداریم اگه این کار رو انجام بدیم. انسان رو چیزی که انسان میکنه اینه که خدا رو احساس نمیکنه، یعنی خدا به ما این احساس رو میده که ما آزادیم، و برای این خیلی تشکر باید بکنیم از خدا که همه چیز رو خدا انجام میده، ولی ما مثل این که خودمون انجام میدیم این رو احساس میکنیم. به این شکل احساس نمیکنیم که خدا انجام داد این کار رو، مگه نه؟ به خاطر این همیشه از درون کار شخص باید بگه که من برای خودم اگه نیستم کی برای منه؟ یعنی هم در زندگی دنیوی کارهایی که باید انجام بدم رو تا جایی که از دستم برمیام رو انجام میدم، و هم زندگی معنوی چیزهایی که از دستم برمیاد رو باید به خوبی به نفع احسن انجام بدم، نتیجه هر چی باشه. خدا به من بد رفتار کرد، خوب رفتار کرد، به من اصلا ربطی نداره. اگه ربط داشته باشه اون وقت یعنی با خدا حساب کتاب یعنی دارم، من تو رو بخارونم، تو هم پشت من رو بخارون، شبیه به این میشه. و به این شکل نمیتونیم کار کنیم. به اون شکل آدم های بیرون کار میکنند، ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم به این شکل. سوال: از آنجایی که همه چیز از طرف خالقه و انتخاب آزاد نداریم، ما یا میتونیم تمام... نه نمیتونیم اینو بگیم، چه فعلا نمیتونیم این رو بگیم. این کابالیستا به ما میگن که ببین دوست عزیزم، از آفرینش، از نظر محیط، انتخاب اراده آزادی نداری و به کار معنوی اومدیم، انتخاب اراده آزاد رو کار کردیم و اینجا هم یکم پیش کار کردیم و ادامه. آیا میتونیم تمام بلاهایی که به سر ما میاد درس عبرت بگیریم و به این نتیجه برسیم که نباید تحت تاثیر عاطفه قرار بگیریم؟ ممکن نیست که تحت تاثیر قرار نگیریم. دلیلش چیه؟ اینه که انسان موجود حسیه. در واقعیت انسان خودش رو یا بد یا خوب احساس میکنه، احساس دیگری هم نداره. به خاطر این هم خودت رو نمیتونی جدا کنی از اینها. حالا میتونی این رو بگی. بعضی یا انسان ها میگن که من احساس نمیکنم، خوب و بد و هم احساس نمیکنم، این خونسا، این بده و اشتباهه، چون طبیعت انسان میخواد که خوب احساس کنه. پس هر شرایطی که خوب احساس نکردم احساس بدیه به صورت منطقی، رفتار واقعی. چون من میخوام خوشحال باشم، میخوام کیف بگیرم از زندگی، طبیعتم به این شکله. هیچ چیز رو وقتی احساس نمیکنم اون هم احساس بده دیگه. پس نمیتونیم این رو بگیم. هر چیزی که به سرمون میاد باید این رو بگیم که در شرایطی که درش هستم من حالا باید چیکار کنم، و هر چقدر بیشتر احساس کنیم اون همه زیباست، بهتره. چون احساسمون هر چقدر بیشتر باشه ظرفمون هم اون همه بزرگتر میشه. به خاطر این و اگه معنویات کار میکنید باید بیشتر احساسی باشید. سوال: آیا واقعیت یکیه؟ هر کسی واقعیتش متفاوتی نیست؟ ببین، واقعیت همه برای خوده. میتونه واقعیت من و واقعیت تو یکی نباشه و این طبیعیه، چون تو در آفرینش در یک جای مشخصی، من هم جای مشخص، و نسبت به جایی که هستی چیزایی که احساس میکنی و برای توه، و چیزایی که من احساس میکنم برای منه. وقتی هر دو در یک فرکانس کار کنیم، در عشق و احسان کردن، اون وقت همه در خودش رو در درون تمامیت احساس میکنند و هممون چیزی که این چیز احساس مشترک اون احساس تمامیته، و اون هم برای همه متفاوته. نمیتونم بگم که الان رودم و کلیم هماهنگ کار میکنم. احساس میکنم که اونها در بدنم هستن و هماهنگ هستن، ولی همه وظایف خود رو انجام میدن، اون جای خودش و این جای خودش. پس بدن هم هزاران میلیاردها سلول داره درونش، هر کدام همان کار رو انجام نمیده، هر کدام نسبت به نقش خودش کار خودش رو انجام میده که بدن در داخل تمامیته.
امیر سرمش سوال رهبرم، ما باید فقط با دوستان احسان کنیم، اما ما هنوز در مرکز آموزش هستیم، حداقل 2 سال در پیش رو داریم، گروه جوان و غیره. با توجه به اطلاعاتی که به دست آوردم مشاهده می کنم که حتی نمیتونم خانواده‌ام را به درستی دوست داشته باشم. گاهی اوقات خودخواهانه رفتار می کنم. آیا این اینها به نظرم خوبه؟ اون چیزی که میگی درسته، برای هممون هم صدق میکنه این چیزی که گفتی، پس تنها نیست. این رو برات بگم، ولی این خانواده هم است، یعنی بودن خانواده چیز خوبیه برامون، پس باید مراقبت کنیم از خانوادهمون، باید صبور باشیم نسبت به اونها. من همه ایراد دارم در این مورد، از خودم هم میدونم، من هم باید چیزایی رو درست کنم و این رو باید درست کنیم. کار معنوی هم باید به این کمک کنه، این هم بگم. اوکی. وقتی میخوام خانواده رو بیشتر دوست داشته باشم، احساسی که هنگام تلاش برای دوست داشتن خانواده تجربه میشه بیشتر شبیه احساسی که در آینده با دوستان تجربه میکنیم. نه، شبیه نیست. الان خانواده، خانواده جدا، دوستان جدا. اوکی. این دوتا رو هم باید دوست داشته باشی. وقتی به عشق بیای باید همه رو دوست داشته باشی. این رو میتونم بگم. همه رو در یک درجه. وقتی در راه هستیم تا جایی که از دستمون برمیاد به هر کسی خوب رفتار میکنیم. ولی دوتاش متفاوته، چون خانواده متعلق به من هست. قسمتی از منه. پس رفتارم نسبت به دوستان به صورت طبیعی نمیتونه به این شکل باشه. پس نسبت به دوستان کارهایی که انجام میدم همیشه تلاش باید انجام بدم، تلاش بیشتر باید صرف کنم. برای خانواده هم لازمه این رو میبینی که به خانواده هم باید تلاش اضافی کنی، یعنی به دو طرف هم، چون خواهی دید که تو باید تغییر کنی. در زندگی همیشه چیزی که باید ببینیم اینه که همه خوبه ولی من باید تغییر کنم. پس وقتی این کار رو انجام بدیم به دو طرف هم باید به شکل خوب رفتار کنیم. سوال، آیا میتونیم از اینجا تصوری از معنویت داشته باشم؟ مخصوصا آره، از زنت. پس از بیهوده از خانواده صحبت نمی کنم. خیلی مهمه خانواده، مخصوصا انسان با همسرش همه چیز رو میتونه به اشتراک بگذاره، همه چیز رو میتونه باهاش احساس کنه، در یک موج باشم میشه. یکم پیش گفتم که باید قدر خانواده رو بدونیم. بعضی وقتا اگه شکراب باشه میشه دیگه، کاری نمیشه کرد، زندگی. ولی همیشه باید با عشق بپوشونیم روش رو، همیشه با عشق بپوشیم باید عشق. در غیر این صورت کار معنوی هم معنی نداره. که سوال، چرا آفریدگار بین خود و مخلوقاتش این همه فاصله انداخت؟ آیا نمیتوان به شکلی متفاوت و آسانتر به تساوی شکل دست یافت؟ این درس های تکنیکی یاد گرفتیم. این رو هر چقدر زد باشیم چیزی که به دست میاریم هم بیشتره، دستاورد. یعنی بگم که مثلا بعضی وقتا انسان ها میگن که من همه رو دوست دارم، من چیز بدی ندارم، من به کسی کاری نداشتم. که اگه در درون انسان بدی کمه، عشقی که نسبت به اون باید درست کنه هم کمتر خواهد بود. هر چقدر بدی بیشتر باشه، اون همه برای این که بر روی اون بیستم باید خوبی بیشتری، عشق بیشتری باید بسازم. پس ضدی ما هم با خدا هر چقدر بیشتر باشه، دستاورد انسان هم اون همه بیشتره. پس خدا از ما نمیخواد که یک سگ خانگی باشیم یا گربه خانگی. خدا میخواد از ما یک موجود والایی باشیم. ما رو به این شکل بزرگ میکنه. پس هر چقدر ضدیت بیشتر ببینیم، اون همه فهمم، احساسم بزرگ و والاست. به این خاطره اون همه به خدا ضدیم که وقتی به اون رسیدیم کل اون فاصله رو به دست خواهیم آورد و میفهمیم. غلبه بر ببین، تساوی شکل رو میتونست مثلا ما رو در لحظه کامل بیافرینه، ولی تو نمیتونستی که خدا رو احساس کنی. چون زندگی اگه همیشه شیرینه، نمیتونم شیرینی رو احساس کنم. همیشه بال gibi lokma yediğini düşün. عسل میخوری فکر کن. Sürekli.
همیشه عسل میخوری. یعنی 3 4 5 6 بار که خودم، یعنی بعد 5 6 لقمه دیگه طعمش رو احساس نمیکنی. پس طعمش کجا رفت؟ میخورم ولی طعمی نداره. به صورت منطقی ضد دیگه. چون که ما ضد منطقمون میگه که هر چقدر بیشتر بگیری لذت زیاده. بگیم که لقمه عسل دوست داری و میخوری، همیشه میخوری عسل رو، ولی رفته رفته طعمش دیگه از بین میره. این منطق ضدیه. پس نور و ظرف ضد هم هستند. پس خدا اگه به این شکل انجام میداد فرشته میشدیم، آدم نبودیم، مثل یک حیوانی که با غریزه زندگی میکنه بودیم. ادامه سوال. نه سوال دیگه. من نمیتونم خودم را در هیچ جامعه ای در ترکیه بیابم که برای عموم آزاد باشه. همه چیز در حال بیگانه شدنه. وقتی من به عنوان یک فرد رشد کنم در جامعه جا ماندم، چه کنم؟ رهبره. نه مشکلی نیست، ما هممون فرار کردیم. به طوری که میبینی ما هم اینجاییم. زندگی ما ببین اینجا چیه؟ چیه زندگی ما مگه؟ چرا معنویا کار میکنیم؟ چون که ما در دنیا به خودمان جایی برای خودمون نتونستیم پیدا کنیم. ما خودمون رو نتونستیم متعلق به این دنیا بدونیم، نتونستیم. پس به خاطر این جایی پیدا کردیم، ساختیم که خودمون اونجا پیدا کنیم که بتونیم انسان متفاوتی باشیم. پس با تو در یک جا، در یک شرایطی. قبل از اینکه اینجا باشم در استرالیا بودم، فرار کرده بودم اونجا. بعد قبل اون انگلیس، آمریکا، و بعد دیدم که از خودم نمیتونم فرار کنم. و بعد دیدم که چاره اینه که من باید عوض بشم، مطلوب باید عوض بشه. پس ما هم چیکار کردیم؟ برای اینکه خودمون رو نتونستیم به جای بند کنیم، به خاطر این برای خودمون چنین محیطی رو ساختیم. با هم یک محیط برای اینکه با هم بتونیم یک جای مناسبی رو بسازیم. سوالات نامربوط به درس. الان دوستان ساعت 9 و نیم شد. همیشه میتونید جدا بشید وقتی درس 9 و نیم شد. یعنی سوال راهنم رهبرم نسبت به کابالا گوی یا گویم به چه معناست؟ یعنی فردی که غیر یهودیه یعنی چی؟ یعنی کسی که داخل خواست گرفتن گوی گفته میشه. یعنی از کسی حرف نمیزنه که یهودیه یا نه. کجایی؟ دستت رو تکون بده ببینم. یهودی از کلمه ایخود یا میوخاد، از این کلمه میاد. یخد یعنی با هم، ایخود یعنی یکی بودن، میوخاد یعنی مخصوص. این برای یک شخص صدق میکنه، با دین شخص ربطی نداره. این کلمه وقتی به وجود اومده بود دین وجود نداشت. پس یهودی کسیه که با خدا رابطه داره، یعنی آدمی که دینش یهودی از اون حرف نمیزنیم. اینجا در معنوی چنین چیزی وجود نداره. مسلمان بودن هم اتفاق متفاوتی. هر کس خودش رو مسلمان میگن. من تا حالا ندیدم مسلمان رو، نه در این کشور نه در کشورهای دیگری ندیدم تا حالا مسلمان یا کسی که با خدا راه میره و نسبت به فکر خودش نه. حالا وقتی شرایط به این شکله، وقتی درون خواست گرفتنم یعنی گویا، یعنی غریبه. به چی غریبه؟ غریبه به خدا. یعنی درون خواست گرفتن زندگی میکنه. اگه شخص در معنویات رشد کنه به اون تعریف وارد میشه. میوخات یعنی آدم مخصوص، ایخود در با خدا در تمامیت، از دینی، از گروه انسانی حرف نمیزنه اصلا. در معنویات وقتی مسلمان میگه، وقتی میگه آدم در کتاب های مقدس، نمیدونم انسان نوشته بود در کتاب مقدس، از انسان های کوچه خیابان حرف نمیزنه، از آدم ها صحبت نمیکنه. حتی آدم های بیرون و بین کتاب هیچ ربطی وجود نداره، هیچ رابطه ای وجود نداره در میانشون. چون آدم یعنی انسان، یعنی در درجه های معنوی هست و احساس بالاتری داره.
به این انسان گفته میشه. آدم، آدام اینه، یعنی خدا رو احساس میکنه، با خدا رابطه داره و به خاطر این آدم، آدام. و انسان اگه در اون درجه نیست، یعنی کتاب های مقدس فقط انسان و خدا از رابطه میان اینها صحبت میکنه، به خاطر این کتاب مقدس هست، با این دنیا ربطی نداره، یعنی مقدس یعنی با این دنیا ربط نداره، چون که با خدا ربط داره، مقدس یعنی خدا. پس وقتی اگه با خدا رابطه این رو بگه برامون اون مقدسه. مشکل اینه که ما میخوایم همه چیز رو از درجه این دنیا بفهمیم و میگیم که با سر و کلمون، دست و پامون کاری انجام بدیم، ثواب کنیم. نه، چنین چیزی وجود نداره. عقلمون هم نمیرسه به چنین چیزی. متن سومش مرو رسول مارجینال فایده تئوریست. آیا نظریه فایده حاشیه‌ای نفس توسط کابالیست‌ها کشف شد؟ به نظر میرسه رابطه بین میل و لذت در واقع به صورت علمی به ما در کلاس‌ها آموزش داده شده. همه چیز رو هزاران سال پیش گفتن. فکر کن آدم ها 2000 سال پیش احساس واقعیت حرف زدن در کتاب زهر. ببین 2000 سال پیش گفتی که به این شکله، در بیرون هیچ چیزی نیست، همه چیز رو در درون ذهنت زندگی میکنه. به تو چی میگن؟ میگن جادوگری، دیوونه شد. چیزی که میشه در آتش میسوزنت. فعلا همون ذهنیت هست در دنیا. 2000 سال پیش رو ول کن، الان هم نمیتونی. پس احساس واقعیت که در ذهنش رابطه علت و معلول رو بتونه بفهمه و نسبت به احساس من، برای اینکه بتونه انسان کار کنه، باید موجودی پیشرفته باشه در جامعه. آدم بیرون نمیتونه باشه. از هزاران سال پیش نوشته شده در کتاب ها. در کتاب آدم هم نوشته شده تنها قدرت راز پرشتهی به نام رازیل، و در آفرینش فقط یک قدرت وجود داره و اون کار میکنه و غیره و غیره نوشته. کی اینها رو به کی میخوای بگی اینها رو؟ اون سالها کسی نیست که بگی، کسی نیست که صحبت کنی در موردش. خودش هم در اون زمان گفتین که کابالا فقط با تمثیل کار میکنه. من اخیراً در کلاس های بعد از ظهر راه شرکت میکنم. هم شما همراه میگید که شما از تیفلین و کیپاتیزلیت ضروری است. نه، من نگفتم اینها رو. من اصلا نگفتم. من اصلا تیفلین کیپاتیزلیت اینا نگفتم. نه، لازم نیست. اینها نماد نیستن. ما میگیم کابالا بین دین زبان نجات فرقی نمیگذاره. پس این چرا اینه؟ ببین، نه، من هم ندارم. سرم چیزی نذاشتم. دیدی؟ سرم رو دیدی؟ هیچی ندارم. کیپا ندارم در سرم. و حالا تیفلین بود، کیپا بود، سیتسیت. اینها در معنویات جایگاه دارن، چون اینها رو اگه به صورت فیزیکی انجام بدی تبدیل به سنت میشه. در دین ها سنت وجود داره. دین یعنی سنت. لایف استایل یعنی طرز زندگی. دین یعنی که در مجله لایف استایل هم باید بگذارن این رو. چنین لایف استایلی وجود داره. همیشه مبلومان میذارم، ولی در دین ها هم یعنی لایف استایل، یعنی من زندگیم رو به این شکل زندگی میکنم. حالا در معنویات جهان فیزیکی و معنویات ربطی نداره. وقتی در درون یک جامعه زندگی میکنیم، باید رفتارمون نسبت به اون جامعه باشه، مگه نه؟ مناسب جامعه باشیم. مثلا من در جلوی شما نمیتونم لخ بشینم و درس بگم اینجا، نمیتونم که. ولی دوستان، آدم هم لخت آفریده شد و ما هم معنویات کار میکنیم. نمیتونیم بگیم که چرا؟ چون که چنین جامعه ای نداریم فعلا. جامعه همون به این شکل نیست و به خاطر این جامعه یک روال داره و ما هم نسبت به اون جامعه باید زندگی کنیم. و در بعضی از جامعه ها به این شکل زندگی میکنه. مثلا راو میگه که در درون اون جامعه زندگی میکنیم، باید به شکل اونها رفتار کنیم، نباید ضد جامعه باشیم. یعنی در زندگی دنیاویمون خوب گوش بدید، این مهمه. در زندگی دنیاوی نسبت به اکثریت باید زندگی کنیم. علم
azminin peşinden gidilir. Der ilm ham dombal aqalliyat midan. Pas nemitunim در نقطه های زد هم باشیم از زندگی، نظر زندگی دنیوی. پس همیشه میگم که زندگی دنیویتون جامعه دنیوی چگونه هست؟ به اون شکل ما به قسمتی از جامعه زندگی میکنیم مثلا، ولی معنویات رو در میان خودمون اونجا نسبت به کابالیستایی که دستاورد دارن نسبت به اونها راهمون رو ادامه میدیم، چون میفهمیم که اکثریتی که میگیم در مقدار زیاد هستند ولی کیفیت صفره. به خاطر این هم در دنیا آدمهای دانشمند، مثلا دانشمندهای بزرگ، همیشه جامعه رو رشد میدن، همیشه تعدادشون خیلی کمه، چند نفر؟ مگه نه؟ مثلا گرد و غبار زیاده، ولی برای اینکه یک الماس پیدا کنی 1000 تن زغال باید در بیاری. پس در زندگی دنیوی نسبت به جامعه هستیم و راف هم بعضی وقتا به دوستان نسبت به شرایط که درش هستم میگه، ولی با واجبات دینی نمیتونیم در معنویات پیشرفت کنیم. پس گروه ما لایک هست، یعنی جمهوریت، و راه آتاتورک رو میگه اینجا ترکیه، و در زندگی دنیوی هم نسبت به حضرت آدم، چون کل علممون از حضرت آدم رسیده برامون و بعد اون هر کسی که اومده نسبت به جامعه، نسبت به درجه جامعه، شرایطی که درش هست یاد میده، و من هم نسبت به اون سعی میکنم که یاد بدم. و زندگی دنیوی به این شکل، یعنی گوشت و شیر رو با هم قاطی نمی کنیم. چرا؟ چون که هر دو احساس متفاوتی هستند و شخص هم قبل از اینکه واقعیت رو به دست بیاره نمیتونه بدونه که چطور باید زندگی کنه. پس اول باید در معنویات بزرگ بشیم و بعد زندگی دنیوی رو چطور باید زندگی کنیم رو یاد میگیریم. نسبت به جامعه زندگی میکنیم، یعنی böyle bir durum olsaydı ben de sizlere öğretmezdim. Öyle değil mi? اگه چنین شرایطی بود من به شما یاد نمیدادم، میگفتم که یک چیز بذار سرت، اما شبیه به این یه چیزی بگذار به سرت، با او اگه این نباشه سرت نمیذارم درس. ولی چنین چیزی نیست اینجا. سوال: کسی که به ورود به دنیای معنوی نزدیک شده ممکنه شخصیت بدی داشته باشه، اما ویژگی های خود و پستی های ذات خود را بهتر میشناسه. کسی که از ورود به دنیای معنوی دوره ویژگی های خوشایندتری داره. در کتاب باز میشه اینو توضیح بدی رهبرم؟ یکم پیشم گفتم در معنویات چگونه رشد میکنم. هر چقدر بیشتر بدی دارم اون همه بیشتر عشق میسازم، یعنی بر روش. مگه نه؟ اگه بدیم کمه، تلافیش کمه دیگه، عشقی که باید تلافی کنم روش کمه. به این شکل، پس هر چقدر بیشتر بد باشه یک شخص، اون همه به معنویات نزدیکتر هست. دنیا باید بفهمیم که با بدی به جلو میره. به بچه ها به این شکل نگید، ولی ما آدم بزرگا باید بدونیم که بدی قدرت محرکه، و به خاطر این در بیرون بیشتر آدم ها دنبال، یعنی به فکر چیزای دنیوی هستن. بیشتر آدم ها به این فکرن که بخورم، بیاشامم، برم مسافرت و رابطه جنسی، چون که متعلق به درجه بیجانه. غذا، رابطه جنسی و خانواده متعلق به درجه بیجان، آرزوهای درجه بیجان. ببین اکثریت مردم فقط در این فکرن. در خبرها هم میبینی هر کسی به فکر اینه که در عید چی بپوشه یا بگیره برای خودش. یکم پیش اگه رشد کنم در جامعه وارد درجه گیاه میشم، درجه گیاه هم اونم که تعدادش، ببین کل کهکشان ها هستی درجه بی جانه. گیاه کمتری، ولی گیاه فقط در کره زمین وجود داره. یعنی چی درجه گیاه؟ یعنی در جامعه کسایی که میخوان رشد کنن
bitkiler gibi. مثل گیاهانی که به طرف خورشید رشد میکنند. یعنی ثروتمندان برای ثروتمند بودن باید چیکار کنی؟ باید بر فرای دیگران بری. بزرگتر از دیگران باشی. مگه نه؟ یعنی باید از دیگران استفاده کنن. هر چقدر بیشتر بتونم این کار رو انجام بدم اون همه رشد میکنم دیگه. بعد فکر اعتبار هنرمندان، سیاستمداران. Onların halini görüyorsun zaten. Halişun Rumi bini dige. Çizim nispeki. Onların üstünde ve berferay onha hem derece sohengu hast ki mihat bedune danışmandan mesela. Mesela çend ta danışman darim ma kollan ege cem koni. Kesai ki fakat ba ilm kar daran şayet 500 nefer. Un hem yani 500 nefer. Yani ba teknoloji ina ne. İlm. علم خالص در جامعه وقتی رشد میکنی ایگویزم بیشتر میشه. به خاطر این بیشتر درجه بیجان بعد گیاه بعد حیوان بعد انسان. نقطه در قلب در چند نفر وجود داره؟ چند نفر اینجا؟ 93 نفر. 80 میلیون در کشورمون آدم وجود داره. بیز 93 کشی درس میگیریم. ما 90 چند نفر درس میبینیم. برای چی؟ برای این چه به احساس بالاتری دست پیدا کنیم. پس در دنیا کیفیت همیشه کمتره. یکم پیشم گفت نگفتم که هممون بدیم. به خاطر این به صورت دنیوی یعنی آدم هایی که خوشحال هستن دورن. یعنی سوالاتی که با ایمیل اومدن من پست های مایکل لایتمن را با دقت دنبال میکنم. با افزایش رویدادهای سیاسی اخیر متوجه میشم پست های آنها یک جهت سیاسی داره تا معنوی. به ویژه پست هایی که وجود داره در اقدامات دولت اسرائیل را به عنوان جنگ استقلال تفسیر میکنه. رهبرم اسرائیل همیشه معنیش رو میگید و میفهمم این رو، ولی چیزی که به دلم نمیشینه اسرائیل تقریبا علیه کل جهان و اگه هدف ما صلح و اتحاد در سراسر جهانه، معنای چنین اشتراک گذاری چیست؟ چه چیز رو نمیتونم ببینم فعلا؟ و برای این فضایی که برامون ساختید متشکرم. تو اگه اونجا زندگی میکردی درون ملت خودت چی کار میکردی؟ به این شکل فکر کن. من اینجا هم وقتی چی میگم؟ میگم که ببین در گذشته میگفتم که وقتی وارد عراق شده بود سربازامون گفتم که باید برن و اونجا کی میاد جلومون باید بزننشون. چرا؟ به این شکلی دیگه. برای اینکه ملت پا بر جا بمونه مهمه از چیزا و برای این هم باید خلق بمونه. برای من مهمه که خلقم بمونه، زنده بمونه. پس اینجا هم وقتی چیزی میشه من هم میگم اگه ملت نباشه خلق نباشه معنویات هم نیست و کل دنیا وقتی ضد توه چی کار میکنی تو هم ضد ملتت باید باشی. برعکسش باید اونها رو به یک جا بیاری، باید یک جا نگهشون داری. آره کل دنیا میتونه ضدمون باشه ولی ما با هم با قدرت باید وایستیم. در جنگ رهایی کل دنیا ضد ما بود. چی کار میکردیم؟ کل دنیا ضد ماست ولش کن باید میگفتیم. ما هم ضد خودمون باشیم میگفتیم. چی کار باید میکردیم؟ اینها رو باید خیلی خوب فکر کنیم دوستان. اینها رو باید خوب فکر کنیم و ما هم جای اونها نیستیم که. و فکر کن اگه از کشور همسایه بگیم که از عراق می اومدن قدیم ها، یک حساب کتاب کنیم. از طرف مقابل
nüfus hesabına göre diyelim ki orada 100 kişi بگیم که اونجا çocuk öldürülmüş. چند نفر هزار نفر و biz de کشت şimdi diyelim و ما هم حالا بگیم که Kuzey Kıbrıs'tan baskın از yaptılar. قبرس Nüfus hesabına اومدن و اگه 340 اینجا bin رو جمع insanı کنیم öldürmüş olmaları 30,000 نفر رو باید nüfusu بکشن دیگه نسبت yapamıyorsa. به حساب کتاب کنید این رو Yani 30-40 bin bizim یعنی nüfusumuza göre oranlıyız. Tamam. نسبت Kadın, به çoluk, درصد çocuk, شرکت کشور ve زن و بچه هم همه ona göre و de نسبت به این هم 2500 kişi, 3000 kişi de 2500 karşı 3000 tarafın نفر rehine هم götürdüklerini düşün. فکر کن که اسیر Çoluk, گرفتند çocuk, kız, kız برو aramız بچه zarar çekti. دختر همه چیز Biz ne yapardık? ما چی کار میکردیم فکر کن ها Ben şahsen başta olsam من işlerinden شخصا geçerdim. اگه در سر همه بودم همش رو له میکردم کلا Maneviyatta var mı? در Yok. معنویات هست آره هست Maneviyatta hiç در kimseye معنویات هیچ کسی رو işlediği suça karşı با نسبت به گناهی که انجام میده suçsuzmuş gibi davranamazsın. نمیتونی به شکلی رفتار کنی که Maneviyatta گناه varsa نداره در seveceksin. معنویات در اصلش Sermesi اینو بگم به geldiyse تو به تو onlara به چه iyilik شکلی اومدی etmeyeceksin. باید به اون شکل باهاشون رفتار کنی Maneviyatta böyle. در معنویات به این شکل Ben dışarıdaki dünyanın neden öyle من olduğunu anlıyorum. دنیای بیرون Sebepsiz میفهمم که چرا ilişkisini. به این شکل رابطه علت و معلول رو هم میدونم Ha, manevi kanları. ولی نسبت به قوانین معنوی بریم Eğer جلو birisi geldi. اگه کسی اومد Kadınları, çoluklarını, زنها çocuklarını رو بر و öldürürse بچه رو üstlerine aynen کشت gitmek zorundasın. تو هم باید همون رفتار رو براشون انجام بدی Çünkü her şeyin bir sebep sonuç ilişkisi چون var. همه چیز رابطه علت Sokaktaki و adamın معلول kafası داره anlamadı. آدم بیرون هم Kafasına نمیفهمه baksın چنین diye. چیزها رو Çünkü نمیفهمه o که kendi چون که gözüne او ve kendi به چشم anlayışına göre خودش değer چی به veriyor فهم her şeyi. خودش چی خوش Hiçbir میاد به اون zaman شکل میبینه içinde هیچ وقت bulunmadığı için o koşullar. برای اینکه در اون شرایط زندگی Bir yolunu نمیکنه yapacak zaten bir durum. چیزی نداره که اونجا نظر بده İnsanoğlu bayılır öyle انسان ها kıraathanelere, خوششون pidelere. میاد که صحبت های قهوه خونه ای انجام Ama بدند adam ولی hiçbir zaman işin içindeyken آدم هیچ وقتی درون کاره kafasına roketler yağıyorken به فکرش به çocukların سرش içinde bir موشکا olgun میفته yokken بچه هاش جلوی چشش o کشته میشه hisle با dışarıdan اون yorum yapmak احساس aynı şey değil. یعنی نظر دادن از بیرون یکی نیست که و Ve میبینیم görebilirsiniz که de. میتونید ببینید که İnsanoğlunun hayatı biraz zorlaşsın. یکم Hepsi زندگی vahşi سختتر بشه hayvanlar. همشون تبدیل به حیوان وحشی میشن Hepsi. همشون Çünkü doğamız öyle. چون که طبیعتمون به این شکله Bunların hepsini anlamamız lazım. اینا رو باید بفهمید Ve öyle savaşa gitmeyen insanlar orada haberlere آدم هایی çıkıp که به yorum جنگ yapıyorlar. نرفتن Türkiye'leri yaşamamış میرن insanlar نظر میدن haberlere çıkıp yorum yapıyorlar. آدم Sen هایی که orada mı زندگی نکردن yaşadın اون mı? رو نظر میدن آیا اونجا Birisi gelip بودی senin به çocuğunu سرت چیزی öldürdü, اومد orada da یکی pişirdi, بچت رو öyle öldürdü mü? در ماکروفر پخت اونجا Haberler var orada. جلوی چیت چنین چیزهایی هست Biz bilmiyoruz bile ما olayları. نمیدونیم بعضی چیزها رو خبر Haberimize نداریم yansın از mıydı بیشتر mesela? چیزها چون انعکاس پیدا نمیکنه به ما در خبرها Düşünebiliyor musun? میتونی O فکر şekilde کنی birisini keşfettiğini. Çocuğu arıyorlar, çocuğu bulamıyorlar. Hani öldüklerinden بچه emin رو değiller. دنبالش میگردن Ama ولی çocuk میدونن yok. که مطمئنن که مرده Ve ولی mikrodalga بچه نیست çıkıyor. و از درون ماکروویج Sence بچه bize در میاد birileri böyle bir şey yapsa biz ne yaparız? فکر کن که به ما این کار انجام بدن چی کار میکنیم ها O yüzden o psikolojiyi anlamıyoruz. پس اون روان شناسی رو Böyle نمیتونیم dışarıdan بفهمیم yorum روان yapmak اونها رو onlara kolay نمیتونیم gelsin. بفهمیم Çünkü ولی herkes نظر دادن از kendine بیرون göre. برای همه راحته چون همه Herkes haklı. حق دارن دیگه همه به نظر خودش حق داره Öyle bir şey yaşayalım bak bizim hemen چنین چیزی به سرمون kafamızda بیاد ببین hayatımız nasıl فوراً değişir. روحیه ما چگونه تغییر Biz پیدا de میکنه ما هم neler yaparız kim bilir. چه کار میکنیم خدا میدونه Mustafa sormuş. Merhaba, سوال Kabala'ya ilgilendikçe sanki bir هر چه şey بیشتر با beni کابالا daha çok علاقمند میشم insanlardan بیشتر uzak. احساس میکنم چیزی مرا از Daha بسیاری yalnız از biri gibi مردم دفع olmak, میکنه من بیشتر sözlerinde تنها daha fazla شدم و به arkadaşlar نظر میرسه vesaire که قبلا olmak بیش sanki. دوستان Öyle bir بیشتری fikir داشتم olabilir mi? آیا Sadece چنین تأثیری tesadüf میتونه فقط یک alakası mı? تصادف یا Yok, شه یا بی tesadüf ربطه de değil نه اصلا alakası mı? تصادفی Benim de نیست aynı بی şey. ربطم نیست ما هم Biraz مثل تو önce de هستیم Arkaş'a anlattım. یکم پیشم گفتیم Biraz önce de Merve sormuştu herhalde değil mi? Aynı şekilde. Yani به این شکل kesmiyor ki bizim muhabbetleri.
یعنی صحبت هاشون برای ما خسته کننده هست، چون که تو 20 سالته مثلا، مثل اینکه بچه های 5-6 ساله با تو صحبت میکنن، نمیتونی که، یعنی نمیتونی باهاشون زیاد صحبت کنی، اونها نمیتونن با تو دوستی کنن. مثلا هر از گاهی وقتی زمان میتونی بگذرونی، مثلا تو در خانواده بچه های کوچک هست که هر از گاهی باهاشون بازی میکنی. ببین اگه معنویات کار میکنه شخص، با گذشت زمان فاصله اش با آدم های بیرون دیگه بیشتر میشه. به خاطر این طبیعیه. تأثیرات معنوی رو میخوام، یعنی دنیویات رو، معنویات رو میخوام مثل روز و شب از هم جدا کنم. آیا ممکنه من فقط بیدلیل دچار نفرت غریزی شده باشم؟ من اگه جای تو بودم زیاد وارد فلسفه نمیشدم. زندگی دنیوی و معنوی رو باید به شکلی به تعادل برسونیم و مهمترین چیز، تمیزترین کار اینه که زندگی دنیوی رو نسبت به شرایط زندگی دنیوی و زندگی معنوی رو نسبت به شرایط معنوی باید زندگی کنم، یعنی در داخل گروه دوتاش رو با هم جدا کنیم. باید در زندگی دنیاوی هم به این شکل، یک زندگی خانوادگی دارم درون خونه و زندگی بیرون دارم، دوتا رو با هم قاطی نمی کنم دیگه. دوتا شرایط متفاوتی هستن، ما هم دقیقا باید این رو انجام بدیم. سوال: من درس 3 و مقالات رباش را گذراندن، لطفا بر این اساس جواب بدید. من در دوره زندگی هستم که آن گیر کردم، وقتی احساس میکنم که خالق هر جمله را از مردم ساخته، از قدمی که در زندگی برمیدارم تا نفسی که میکشم، این به من امکان میده همه چیز را بدون آن ببینم. نظر بدید و ببینید که در پشت هر تجربه یک انگیزه هدفمند وجود داره. با این حال مشکل اینجاست که وقتی در زندگی روزمره هم اتفاق منفی برام میفته، به این موقعیت با این منظر نگاه میکنم که فرد مقابلم از نظر فنی تحت کنترل خالقه، فقط او وجود داره، همه چیز خالقه. بنابراین این باید آن را درک کنم که به دنبال معنای اصلی آن بگردم. این شروع به ایجاد مشکلاتی در روابط اجتماعی من کرده. ببین درس ها رو گوش دادی تو، ولی چگونه باید کار کنی رو ندونستی. الان چیزی که شنیدی رو چطور میتونی، اگه ندونی که باید عملی کنی، مشکل ایجاد میکنه دیگه برات. پس میگیم که همیشه معنویات در درون گروه، زندگی دنیوی باهاش قاطی نکنید. حالا بمونه همه چیز از خداست، دین اونه. اگه اینها رو کابالیستا به ما نمیگفتن، به فکر کدام شما میومد؟ در دین ها هم میگن، آدم های دیندار هم باور نمیکنه که به این شکله، مگه نه؟ الان میگیم که همه چیز از خداست، همه چیز که خدا گفت اتفاق میفته. در دین ما هم به این شکل دیگه. وقتی به عمل نگاه میکنی، همه از دیگران شکایت میکنند، همه میگه که تو اینو انجام دادی، اون این ممکن نیست که. برای این رفتار درست لازمه، به خاطر این رفتار درست رو در گروه میتونید انجام بدید. فقط ببینید دوستان، علم کابالا تمام چیزهایی که هست رو بگیرید، میخواهید از بر کنید، کل کتاب ها رو از بر کنید، حفظ کنید. تا وقتی که درست کار نکنید، هیچ فایده ای براتون نخواهد داشت. تا این رو خوندی ها فلسفه خوندی، هیچ فرقی نداره. معنویات یعنی رابطه، احساسایی که در میان انسان به انسان افشا میشه و شخص رو به درجه بالایی برای اینکه برسه کارهایی که انجام میده، و همه اینها احساسی هستند، حسی هستند. پس میگن که قلب عقل داره، یعنی در معنویات احساسی که دارم نسبت به این، یک عقل جدید باید بسازم، ایجاد کنم. به خاطر این توصیه من برات اینه که از جلو ندو، زندگی دنیاویت رو مثل همه زندگی کن. و در مثالی که ادامه سوال، در مثال فردی که حقوق من را نقض میکنه، خدا مرا امتحان میکنه تا ایده را تثبیت کنه که فقط او وجود داره. ببینین کلن دروغه. اگه به این شکل به زندگی رفتار کنی، کشیش میشی، تبدیل به کشیش میشی، رفتار اصلا دوست
درست نیست. دو، معمولا من در دفاع خود مشکل دارم. فالق در تلاشه که با وادار کردن به من تجربه یک داستان تخیلی توانایی دفاعی از خودم را بهبود بخشد. ببین این هم اشتباه. یکم پیش گفتم که یکی به تو چطور رفتار میکنه به اون شکل باید باش رفتار کنی. یکی میاد رود با تو هم باید به اون شکل بریم. یعنی نمیری که در زندگی دنیاوی سرتون رو یعنی وارد بلا بشید. امیدوارم که فهمیدید منظورم رو. به خاطر این مسیحی ها دارن مثلا یکی به صورتت زد اون طرف صورتت هم بیار یه دونه بزنه. اون اشتباه کاملا. اون رفتار اشتباهی هست. پس چیزی که میگی این دوتاش هم اشتباه. تمام. Akşam onu yaptık. Herkese iyi geceler sevgili arkadaşlar. Şap beher dostan aziz. Az kodetun murakabet konit. Ba eşk bemonit. Şap beher.